سلام دوستان، جلسه اول از نشست پژوهشی پایان ساسانیان گذر از انحطاط و سقوط گفتگو با دکتر خداداد رضاخانی از دانشگاه لایدن رو شروع میکنیم تا چند دقیقه دیگه ایشون به ما میپیوندن. سلام آقای شیخ. سلام آقای صفایی، درود بر سلام دوستان، من داره درود برشون. من در ابتدا فقط دکتر رضاخانی رو معرفی کوتاهی میکنم تا جلسه رو شروع کنم. آقای دکتر رضاخانی متولد سال 1355 در تهران هستند، فارغ التحصیل دوره دکتری از دانشگاه پرینستون زیر نظر استاد مایکل مورینی. تا به امروز از ایشون مقالات و کتاب‌های مختلفی به فارسی و انگلیسی چاپ شده، بیشتر به انگلیسی. از جمله کتاب ایشون در ایران شرقی در اواخر عهد باستان که دانشگاه ادینبروک چاپ کرده. دوستان صدای منو دارین؟ صدای من میاد؟ سلام آقای دکتر رضاخانی. سلام آقای درهانی، حال شما خوبه؟ صبحتون بده. حال شما خوب است؟ مرسی، سلامت باشید. آقای دکتر شما صدا و تصویر منو دارید؟ من صدا و تصویر شما رو عالی دارم. بله، منم مثل همیشه با تاخیر چند دقیقه‌ای دارم، فقط صوتو دارم، امیدوارم ببخشید. مثل همیشه مشکل از سمت من. بذارید من دوباره یه چکی بکنم مطمئن شم. نه مشکل قطعا از سمت من. میدونم شب این سمت ما بیشتر طوفانی و بارونیه، بیشتر تاثیر گذاشته روی میشه. بله. خب من نظراتو فقط داشتم گوشم که شما داشتین لطف میکردین منو معرفی میکردین، ببخشید که من حرفش بله وسطش. نه خواهش میکنم، بفهم. من خواهش میکنم، اولین کتاب دکتر رضاخانی از اینکه به فارسی چاپ شد با همکار عزیزشون سجاد امیری باوندپور، رویدادنامه خوزستان، یک کتابی در یه متن سوریانی رو تصحیح کردن در رابطه با اواخر دوره ساسانی و شروع سقوط ساسانیان و فتوحات اسلامی. کار مشترک دیگه شون که به انگلیسی اول چاپ شد و بعد فارسی ترجمه شد، کار مشترک با دکتر فرج دریایی دوست و همکار دکتر رضاخانی از جیهون تا فرات. و کار سوم هم شاهنشاهی ساسانی و تمدن‌های همجوار که جشنامه استاد مایکل مورینی شماره 2016 ایرانیان استادیز به فارسی ترجمه شده. و اخیراً هم مقاله ایشون که اصلا باب این نشست شد، فتوحات اعراب و سقوط ساسانیان در مجله جندی شاپور، همین آخرین شماره چاپ شد به فارسی که اولین بار به انگلیسی در دو وقت در مجله میزان آنلاینی که یه آنلاین ژورنال خیلی پربازدیده منتشر شد و سبب این گفتگو شد. خب حالا من سخن کوتاه میکنم و از دکتر رضاخانی میخوام که شروع کنم. آقای دکتر در خدمت شما هست. خیلی ممنون. ببخشید من فقط با جسارتا یک صحبت شما رو تصحیح کنم. من دکترامو از پرینستون نگرفتم. من دکترامو از UCLA گرفتم، دانشگاه کالیفرنیا در LA با دکتر مورونی. من در پرینستون درس میدادم و میدم، ولی من موقعی که گفتم یادم افتاد که شما مدرس پرینستون هستید. ببخشید من این UCLA رو خودم میدونم، اصلا دانشگاه رو یه لحظه جا به جا گفتم. من جوون میزنم ولی من دکترامو 10 سال پیش گرفتم، خیلی قبل از اینکه پرینستون برم دکترا رو گرفتم. 2010. بله. خب این بحث رو شروع کنیم. شما میخواید شروع کنیم یا من بکشور کنم؟ گفتم چه میخواید انجام؟ من فکر میکنم جلسه اول شما شروع کنید، تئوریا و نظریات و مدارک و منابعی رو که دیدید و نظرتون بر همون اساسه رو بگید. جلسه دوم اگه خواستید نظریات دیگر رو بررسی کنید و آخر هر جلسه هم یه پرسش و پاسخی داشته باشید. حالا هر جور مایل هست. خواهش میکنم، این خیلی خوبه. ببینید من فقط میخواستم از یه چیز شروع کنم که در عرض تقریبا 12-13 سال گذشته که من راجع به جنبه‌های مختلف این موضوع صحبت کردم، متاسفانه چون یه مقداری به نظر میاد که این از نظر احساسی برای خیلی‌ها در یه جای خاصی از
حس هویت شخصی و هویت ملی و احساسات دینی و حالا یا احساسات غیر دینی و بقیه قرار گرفته. بعضی از بحثایی که من مطرح میکنم برای آدم ها برخورنده است و بعضی ها هم احساس میکنن که من قصد و به قول معروف قرض و مرض خاصی دارم در صحبت کردن از این. بعضی ها به نظرشون میاد که من دارم باستانگرایی میکنم، بعضی ها به نظرشون میاد که من دارم اسلامگرایی میکنم از دو طرف حمله از هر دو طرف حمله میکنم، بعضی ها حتی رفتن گیر و بردن که مثلا من اجدادم با اجداد شما مثلا در خوزستان مثلا یکی بودم، اما من عرب هستم و طرفداری از عربا میکنم که هیچ اشکالی هم نداره اگرم عرب بودم، ولی خب حقیقتش میگه نیستم. یعنی حتی سعی کردم مثلا ارتباطات شخصی و قرضیات شخصی دم تو این قضیه بگنجونن که من هیچ مسئله هم نداره اگرم. خیلی موقع دوست داشتم اجدادم جای دیگه اینا بودم، بچه که بودم هم که دلم میخواست یکی از اجدادم بلوچ بود، ولی متاسفانه هیچ کدومشون نیست. من به این قضایی ها فقط از دریچه تاریخی نگاه میکنم و قبل از اینکه به خود بحث بپردازم بهتون بگم که من از کجا اصلا وارد این بحث شدم. من تحصیلاتم در اصل در مورد تاریخ اروپای قرون میانه بوده و خب سوالات اصلی که در تاریخ اروپای قرون میانه پیش میاد که در اون مقاله که من اخیراً در مجله جهان باستانم نوشتم بهش پرداختم، مسئله از بین رفتن امپراتوری روم یا سقوط امپراتوری روم که خیلی مقابلش یک تاریخ خیلی دقیق میدن 473 میلادی اومد و روم از بین رفت و این نگاه قدیمیه که مثلا کسانی مثل ادوارد گیبن و بقیه داشتن. و بعد سوال کتاب معروف انحطاط و سقوط امپراتوری روم ادوارد گیبن. و خب بعد این سوالی که بزرگ در زمینه تاریخ که هست که حتی میشه گفت ریشه های این مطالعه تاریخ در قالب مطالعات اواخر عهد باستان هم در اون هست، اینه که چطور یک امپراتوری به این بزرگی یه دفعه میتونه اینجوری سقوط کنه. و بعد جواب این که پس اثرات این امپراتوری رو که ما در ادامه میبینیم کجاست؟ چیزایی مثل زبان لاتین که ادامه پیدا میکنه، دین مسیحیتی که در دوران امپراتوری وجود داره و انواع اقسام چیزا، چه میدونم از سیستم‌های اداری و ساختاری بگیری تا حتی لقب چه میدونم دوکس و کومس در اون دوره که خب به عنوان دوک و کنت در اروپای میانه ادامه پیدا میکنه. و بعد یک نگاهی که نگاه میکنه که آقا ما این نباید به این قضايا از دید شکستن همه چیز از بین رفتن و سقوط و از هم پاشیدن نگاه کنیم، بلکه باید از دیدگاه تغییر و یه جورایی گرفتن یه سری ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ادامه اونها نگاه کنیم. و به قول معروف باید تاریخ رو از دیدگاه شکستهای سیاسی فقط ندید. اینکه امپراتور روم 473 دیگه وجود نداشت، رامیلوس آگوستولوس نبود و یه کسی به اسم اودوواکر حالا به خودش میگه پادشاه ایتالیا، فرقی در زندگی اون آدمی که داره توی یه دونه دهی اطراف میلان زندگی میکنه انجام نمیده. اون آدم فقط الان مالیاتش رو داره هنوزم به حتی به همون آدمی که قبلا پرداخت میکرده به اون مالیاتگیر محلی میده و براش فرقی نمیکنه که اون مالیات به دست امپراتور میرسه یا به دست پادشاه ایتالیا. یعنی این قدرت سیاسی فقط عوض شده، قدرت سیاسی عوض میشه. و این نگاه منو به این فکر انداخت که خب یکی از بزرگترین به قول معروف شکاف های تاریخی ما هم اومدن اسلام به ایرانه و نگاه به این که این یک قدرت کاملا خارجی و مهاجم میاد و یک دونه امپراتوری رو از پا در میاره و باعث تغییر ساختاری در همه ابعاد این امپراتوری میشه، اونجوری که مثلا چه میدونم از کتاب معروف آقای دکتر زرین کوب که در مدت 200 سال زبان فارسی حتی ممنوع میشه تا از بین رفتن کامل دستگاه ساختاری حکومت ساسانی تا اصلا از چه میدونم سرکوبی هویت ایرانی تا ممنوع شدن چه میدونم دین زرتشتی تا همه چیزهای دیگه. و خب این یعنی یه برداشت معمولیه که خیلی حتی به طور عامیانه در ایران دارن. و خب من نگاه به این کنم که خب این نمیتونه طبیعتاً به این راحتی باشه، چون سوال اولی میشه که چطوری امپراتوری به همون موزنی از بین رفت،
چی شد که امپراتوری داشتیم که میتونست از این ور با هفتالیا و ترکای غربی و چینیا بجنگه، از این ور با بیزانتینا بجنگه، و بعد یه دفعه این امپراتوری قاعدتا به دست، حالا منظور من از این کلمه من در کد میزنم، یعنی این حرف من نیست، من منظورم توهین کردن نیست، دارم صحبت کسانی که این حرف رو میزنن، به دست چهار تا عرب صحرانشین از بین رفت. اگر این با... دیدگاه های بقیه رو شما دارید الان مطرح میکنید. آره میگم، و این چه جوری میتونه اینجوری باشه؟ و همونجور که شما گفتید، استاد من آقای دکتر مورانی خیلی وقت پیش، موقع که بنده و شما به دنیا نیامده بودیم، یه دونه دکترایی نوشتن در مورد عراق در اوایل دوره اسلامی، و ایشون به صورت کتاب هم چاپ شده، اصلا من توصیه می‌کنم دوستان بخونن. بله به صورت کتاب چاپ شده، متأسفانه راستش یکی کتابایی که توی ایران هیچ وقت ترجمه و چاپ نشده و بسیار بسیار لازمه، تا اونجایی که میدونم حتی به عربی هم ترجمه و چاپ نشده، با اینکه به هر حال فتوحات اسلامی در عراق، بله و اسم از در واقع عراق در اوایل دوره اسلامی، عراق در بعد از فتوحات اسلامی. و چیزی که دکتر مورنی در اون کتاب نشون میدن اینه که ساختارها دست زیاد دست نمیخورن، یعنی وقتی که حالا فاتحان، مهاجمی، مسلمانان، هرچی میخوان اسمشون رو بذاریم، وارد این سیستم حکومتی میشن، زیاد دستی به ترکیب این سیستم نمیذارن. جوامع با نگاه کردن به ادامه به قول معروف پیوستگی های فرهنگی در داخل گروه های مذهبی مثل زرتشتی ها، یهودی ها و مسیحی ها به این موضوع نگاه کردن، از دیدگاه اداری و ساختاری به این موضوع نگاه کردن، تا حدی از دیدگاه سیاسی به این موضوع نگاه کردن، و مقدار زیادی به خاطر که دکتر مورانی خود علاقه دارن به این موضوع، از دیدگاه اقتصادی. و من به عنوان کسی که اومدم و در قبایشون درس خوندم، فکر کردم که خب بد نیستش که من هم این خط رو ادامه بدم، و از این نظر خودم رو کاملا مدیون دکتر مورانی میدونم. ولی من نگاه من هم اقتصادی بود، من از اول از وارد این قضیه وارد اقتصادی شدم، ولی به صورتی نمیشه از قضایای فرهنگی و به خصوص زبان و دین و اینها هم کنار کشید، و من تا حدی به اون هم پرداختم. خلاصه چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که من حرفی که در این جلسه و جلسه آینده میخوام بزنم، نگاه کردن به این پیوستگی های فرهنگیه، و اولین چیزی که میخوام به مخاطبین عزیز بگم اینه که این قضیه سقوط رو بذاریم کنار. حالا این نیستش که ما داریم سقوط امپراتوری ساسانی ها رو، یعنی خانواده ساسانی رو ندید میگیم، ولی توجه بکنید که داریم راجع به یک شاهنشاهی صحبت می‌کنیم، نه راجع به یه دونه کشور ملت مدرن. در یک کشور ملت مدرن اگر دولت سقوط کنه، شما می‌تونید بگید که تمام اون برای گرفتن مثلا چه می‌دونم کشور عراق یا که می‌دونم کشور سوریه یا هر جای دیگر فکر کنید، تقریبا گرفتن پایتخت اون کشور کافیه. یعنی شما اگر حکومت رو از قدرت بندازید، بقیه اون کشور به اختیار شما در اومده. حالا ممکنه بخشی از اون کشور بر ضد شما شورش بکنن، ولی گرفتن پایتخت یک کشور کافیه. در صورتی که در یک شاهنشاهی موضوع لزوماً حقیقت نداره. اولا تا موقعی که بخشی از حکومت هنوز پابرجا، شما کاملا میتونید بگید اینا پایتختشون رو از دست میدن و میرن از یه جای دیگه دوباره برمیگردن. عین همین اتفاق دو دفعه در طول تاریخ ایران از طرف رومیا حداقل افتاده، حتی بیشتر. یعنی ما حداقل در دو مرحله داریم که شهر تیسفون که یه بار در دوره اشکانی، یه بار در دوره ساسانی شهر اصلی و شاید پایتخت امپراتوری است، مثلا به تسخیر رومی ها در میاد، و خب بعدش دوباره برمیگردن پایتخت رو پس میگیرن، حکومت رو جایگزین میکنن. یعنی حتی گرفتن پایتخت یک کشور هم در یک سیستم شاهنشاهی معنیش سقوط نیست. غیر از اون که کلن سقوط یه سلسله به معنی سقوط کل ساختار نیست، برای اینکه ساختار انقدر غیر متمرکزه، یعنی نه اینکه پادشاه نداره، ولی سیستمی نیستش که مثل امروز همه اداره کشور از مرکز انجام بده. مقدار زیادی ساختارهای محلی وجود داره که این ساختارهای محلی هر کاریشون بکنید در آن واحد از هم نمی پاشن، سالها قرنها طول می کشن ساختارهای
محلی تغییر کنند. و به نظر من باید به طور کلی گذار از دوره ساسانی به دوره اسلامی رو باید در قالب چندین قرن اول اسلامی دید. این یک واقعی نیست که یک دفعه اتفاق، یک مجموعه ای از تغییرات، عوض شدن دنده به قول معروف میتونم اسمشو بذارم، تغییرات در سطح محلی که به هر حال در قالب کلی آخر سر نتیجهش تغییر بزرگی میشه، ولی در اول تغییرات کوچیکی هستش و یه مقداری تغییرات سیاسی هستش و بعد تغییرات فرهنگی که ما فکر میکنیم این تغییرات فرهنگی لزوما نتیجه سقوط و بازسازی و به خصوص مقاومت هستن. یعنی مقدار زیادی از روایتی که ما در مورد ساسانی ارائه میدیم اینه که بعد از اینکه ساسانی ها سقوط میکنن مردم مقاومت میکنن و این مقاومت رو درست معنی نمیکنیم که یعنی چی که مقاومت میکنن، دقیقا چه کسی داره مقاومت میکنه، در چه قالبی داره مقاومت میکنه و چه چیزهای شاخصه های این مقاومت و ادامه پیدا کردن اون ساختارها هستن. من اینا رو به طور کلی بگم و برگردم به اینکه بیام یه مقدار به قول معروف حرفو بیشتر از دیدگاه منابع و اینا بزنم. اگه سوالی هست، اگه شما به چیزی به نظرتون میرسه به من بگید قبل از اینکه من برم به بخش بعد. خواهش می‌کنم. یه نفر در مورد کتاب استاد شما آقای مارنی پرسیده بود، دوست عزیز، این کتاب آقای مارنی که در مورد فتوحات اسلامی در عراق و عراق بعد از فتوحات، نسخه انگلیسیش قابل دانلود من به شخصه فکر کنم داشته باشم، بعدا میتونم استوری کنم یا اطلاع بدم توی یکی از کانال های تلگرامی بذارم و دوستان دانلود کنم. کتاب بسیار مفصلی. یه مقاله هم از آقای مورنی به فارسی آقای حامد قائم مقامی از دانشگاه شهید بهشتی که کارشناس ارشد ایران باستان گرفتن ترجمه شده، تاثیرات فتوحات اسلامی و تغییرات جمعیتی در عراق، از آقای مورنی، اونم مقاله مفصل و خواندنی، اونم من باز اطلاع میدم که بخونید. من بیش از این وقت رو نمیگم که دکتر رضاخانی بتونن بیشتر صحبت کنن و استفاده کنن. بفرمایید. بسیار عالی که یه نفر من اون مقاله رو ترجمه کرده. من بر مبنای اون مقاله، من و دکتر مورنی چند سال پیش یه مقاله نوشتیم که در واقع ادامه دهنده اون مقاله بود به اسم عراق بازارهای تولید در عراق اواخر قرن، در اواخر دوره باستان، تو مجله Journal of the Economic and Social History of the Orient چاپ شد. اونم مربوطه در بله، اونم قابل دسترس. من توصیه می‌کنم دوستان بخونن، مقاله 14 صفحه‌ایه، فکر کنم توی یکی از ژورنال‌های انگلیسی که مربوط به ایران باستان شناسی ایران چاپ شد. نه، اونی که در ایران چاپ شده نه، این تو مجله‌ای که توی اتریش چاپ میشه، مجله تاریخ اقتصادی و اجتماعی شرق که راجب چین و اینا هم داره، ولی ما اینو به خصوص اونجا نوشتیم. حالا در دکتر مورنیس کتابشون که Iraq After the Muslim Conquest بسیار کتاب مهمی هستش، هرچند که 40 سال از عمرش میگذره، ولی واقعا به نظرم یکی از مهمترین کتابایی که در این زمینه نوشته شده. حالا بپردازیم به اول بپردازیم به مشکلات. در جواب دادن این سوالی که چرا ساسانیان سقوط کردن، یه سری دلایلی داریم که خیلی هم باشون آشنایی. دلایلی که به طور سنتی و قدیمی ارائه می شده مقدار زیادی تضعیف ساسانی ها بوده به خاطر جنگ هاشون با امپراتوری بیزانس، که این چیزیه که من فکر می کنم من در واقع به این دوره به این دلیل خیلی پرداختم در مقاله هایی که نوشتم و دارم می نویسم و به نظر من مقدار زیادی از جواب سوال ما در این دوره هستش، ولی نه به صورتی که جواب بدن. یعنی جواب ساده این بوده که ساسانی ها مدت چه میدونم، حالا دوستان به نسبت دقتی که دارن 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال در حال جنگ مرتب با امپراتوری بیزانس هستن، تضعیف شدن، لشکریان ساسانی دارن از هم میپاشن، به نتیجه حمله خارجی از طرف مسلمانان به راحتی میتونه این لشکریان رو شکست بده و نگاهش به جنگ های مثل جنگ قادسیه و جنگ نهاوند هستش. در واقع اینجوری نگاه. نگاه دوم، نارضایتی کلی مردم از سیاست های ساسانیان به خصوص سیاست های دینیه و خیلی راحت میگه که مثلا فساد موبدان زرتشتی و در واقع فساد کلی ساختار مذهبی زرتشتی
در دوره ساسانی باعث نارضایتی مردم شده و باعث شده که اینها وقتی که اسلامیات به حمایت از ساسانیات دست نزنن و به استقبال اسلام برن. این یه مقدار نگاهیه که در واقع داره اینجا این قضیه رو کاملا از دید دینی بررسی میکنه و نگاهش اینه که اسلام اومده و ایرانی ها اسلام رو با آغوش باز قبول کردن و اصلا به این دلیل ساسانی ها سقوط کردن. خب این نظر تاریخی، همه چیز آماده بوده برای سقوط. بله، این نظر تاریخی مشکلات اساسی داره، برای اینکه خب اصلا یکی از مسائلی که هستش اینه در بخش غربی امپراتوری ساسانی احتمالاً تعداد زرتشتیان انقدر زیاد نبوده که بخواد فرقی ایجاد کنه در منطقه عراق، و احتمالاً بیشتر مردم اون منطقه در اون مرحله یا مسیحی هستن یا یهودی، بنابراین اصلا کلا نمیخوره، غیر از اینکه ما هیچ اثری از فساد موبدان زرتشتی اصلا نداریم. یعنی کل قضیه بر مبنای چیز ایدئولوژیکال بیان شده، بنا شده. شبیه همین دلیل رو هم متفکرین مارکسیست دارن که به خاطر فساد دربار ساسانیه که من نظام طبقاتی دارن، نظام طبقاتی، و مردم به خاطر نارضایتی از نظام طبقاتی بازم به حمایت از ساسانی ها دست نمیزنن و بازم ساسانی ها سقوط میکنن. این بحث آخر یه مقدار هم جدیدن به در قالب اشرافیت ساسانی و اینکه اشرافیت ساسانی یک به قول معروف یک ستونهایی هستن که بر مبناشون حکومت ساسانی پایه گرفته، و این اشرافیت که حالا به دلیل اینکه اشکانی هستن در یعنی پارتی هستن در اصل یا هر چیز دیگه، اینا هم گروهی هستن که به دلایلی از ساسانی ها ناراضی میشن و دست از حمایت ساسانی ها میکشن و بازم ساسانی ها سقوط میکنن. به نظر من اولین انتقادی که به همه این نگاه ها دارم اینه که ما اینو سقوط میبینیم، یعنی باور اینه که ساسانی ها در یه جایی هستن، دارن یک حکومت مرکزی رو بهش حکومت میکنن و در یه مرحله یک قدرت خارجی میاد و حالا به دلیل ضعف‌های داخلی یا به دلیل هر چیز دیگه این قدرت موفق میشه که کلن ساسانی ها رو نابود کنه و ساسانی ها سقوط میکنند. یعنی نگاه کاملا دیدن این قضیه به صورت یک شکست اساسی، به صورت یک سقوط اساسی و به عنوان یک خطی که حالا در 637 یا 642 یا 651 میلادی هر کدومش رو میخوایم بذاریم، یه اتفاق رو یه خطی هست، این خط رو ما میکشیم و این ور این خط ساسانی ها وایستادن و این ور این خط دوره اسلامیه و تموم. That's it. این آخرین چیزی هست. به خاطر همین هم هستش که من اصلا از شما خواهش کردم که عنوان سخنرانی ها رو بذاریم پایان حکومت ساسانی و گذار از سقوط. به نظر من این سقوط اتفاق نیفتاده به این صورت، یعنی ما نمیتونیم بتونیم. شما با شدت کلمه مشکل دارید در واقع، یه مقدار شدت با شدت کلمه مشکل دارم و با مفهومی که به ذهن میده مشکل دارم. این قضیه مثل واقع مثل این نیست که یک حکومتی اومده تمام قبلی‌ها رو حذف کرده، بعد یه سری آدمای خارج از ساختار حکومتی مقاومت کردن و بعد مثلا حالا اونجوری که ما در روایت‌های دیگه می‌خونیم که مثلا چه می‌دونم 100 سال بعد در قالب انقلاب عباسی و ابو مسلم خراسانی یه مقداری از این عوامل دوباره مثلا برگشتن و مثلا حکومت عباسی رو تونستن بگیرن، یا مثلا 200 سال 300 سال بعد در قالب حکومت‌های صفاری و سامانی تونستن مقداری از این فرهنگ ایرانی رو دوباره برگردونن. این نگاهی که یه سقوط اساسی می‌بینه و بعد یه سری مقاومت زیرزمینی و بعد برگشتن دوباره به خاطر یک مقاومتی که کسی نمیتونست جلوشو بگیره چون اصلا مخفی بوده. کل این قضیه رو به نظر من این نگاه مشکل داریه، ولی من طبیعتاً بیشتر سعی خواهم کرد به قسمت ساسانیش بپردازم و میخوام از این تا اینجا به شما تا اینجا اینو گفتم راجب مدارک حرف بزنم و مشکلی که ما با مدارک داریم. اینجا جایی که دوست عزیزم آقای سجاد امیری با آونکور اگه بود احتمالا خوشحالی سرش رو تکون میداد، چون ما انقدر مسئلمون نداشتن مدارک نیست که نداشتن متدولوژی مدارک. یعنی ما مدارکی رو که داریم، حتی اونهایی رو که داریم به اون صورت مختصری که داریم درست نمیخونیمشون. یعنی
خودمون به مدارک حتی نوشته. من اینجا بهتون بگم که دسترس سری مدارکی که داریم، یه سری مدارک معمول نوشتاری هستن، یعنی تواریخی که نوشته شدن و حالا یا قرار تاریخ روایی باشن یا در قالب های دیگه، به هر حال در قالب مثلا چه میدونم نوشته های جغرافیایی، نوشته های فرهنگی، حتی نوشته های دینی، اطلاعاتی که ما از اونها در میاریم. یکی تواریخ نوشتاریه، یکی مدارکی که ما از طریق باستانشناسی داریم که حالا یا پیدا کردن واقعا چه میدونم چی میگن به انگلیسی بهش میگن مونومنتال بیلدینگ، ساختمون و واقعا بقایای معماری در واقع و معماری و واقعی ساختار ساختمانی هستش، یا در حد این که مثلا با بررسی کردن محلی که یک شهر یا یک اردوی ارتشی یا چیزی وجود داشته، نگاه کردن به کل ساختار و منطقه از اون دیدگاه. و یه مقدار زیادی مدارکی که ما بهشون اتکا میکنیم مدارک سکه شناسی که من خودم از این مدارک بسیار استفاده کردم. اینا در واقع سه دسته اصلی مدارکی هستش که ما داریم ازشون استفاده میکنیم، ولی حتی اینا رو هم داریم اشتباه میخونیم، غیر از اینکه بعضیشون رو اصلا نمیخونیم. یعنی مرحله اول مشکل ما این هستش که کلا سکه شناسی رو زیاد جدی نمیگیریم. یعنی سکه شناسی واقعا دانشی که در ایران هنوز درست و حسابی به نظر من پا نگرفته. ما غیر از یه سری کسانی که مجموعه دار و جمع آوری کننده سکه هستن و به نگاهشون به سکه از دیدگاه هنری یا از نگاه ارزش سکه یا چیزهای دیگه هست، کلکسیونری در ذهن کلکسیونری دارن، خیلی کم کسانی رو داریم که واقعا به سکه به عنوان مدرک تاریخی نگاه کنن، سعی کنن اینا رو در قالب تاریخی بذارن، یه پیش زمینه تاریخی رو درست کنن و سکه ها رو به عنوان مدرک باهاش برخورد کنن. این که خیلی مشکل اساسیه. مدارک باستانشناسیمون چندین مشکل دارن. یکی از مشکلاتش اینه که کلن بیشتر دنبال ساختمون هستن، نه دنبال مثلا چیزایی مثل سرف سروی که ما اصلا ببینیم که مثلا چقدر اصلا مدرک داریم از نظر باستانشناسی از خود فتوحات. چندین سال پیش بازم دکتر مورانی یه مقاله نوشتن در یک کتابی به اسم The Oxford Handbook of Ancient Iran در مورد مدارک باستانشناسی برای فتوحات. یعنی مثلا آیا ما دلیل خوبی برای تخریب داریم؟ مثلا رفتیم بگردیم ببینیم که خب وقتی که مسلمانان وارد شوش میشن، ما ببینیم که آیا لایه از شوش رو داریم که دقیقا به اون دوره فتوحات باشه، برای دوره فتوحات باشه، و ببینیم واقعا چقدر تخریب انجام شده. یا اینکه مثلا در استخر فارس ببینیم، خب استخر پایتخت فارس در دوره ساسانیه و از سکه و اینا داریم، و واقعا ببینیم در کل منطقه‌ای که در استخر مردم ساکن بودن مثلا بعد از دوره اسلامی چقدر منطقه در چه مرحله کوچیک میشه و جمعیت میره به شیراز. عین این موضوع به بیشاپور و کازرون. و دکتر مورانی در واقع نتیجه که گرفته بودن که ما عملا اگه فقط از دیدگاه باستانشناسی نگاه کنیم، اگه خدای نکرده روز همه مدارک نوشتاریمون رو به این بره و فقط از دیدگاه باستانشناسی نگاه کنیم، در واقع هیچ مدرکی برای فتوحات اسلامی در ایران نداریم. معنیش این نیست که واقعا مدرک باستانشناسی نداریم، معنیش اینه که دنبالش هم زیاد نبودیم. باستانشناسی فتوحات ضعیفه در واقع. باستانشناسی فتوحات اصلا که واقعا ضعیف هستن که زیاد بهش نپرداخته. خیلی تعدادی کمی از همکاران و دوستان رو من میشناسم که واقعا نگاهشون باستانشناسی دوره فتوحات باشه، و اصلا ما بتونیم حتی درست اینها رو تاریخ گذاری کنیم. برای اینکه مشکل این هم که داریم این که خیلی سخته بگیم چه چیزی ما اواخر دوره ساسانی، چه چیزی ما اوایل دوره اسلامی، اصلا فرق این دو تا رو چجوری تشخیص بدیم. حتی به نظر ما این مشکل رو هم داریم. بعد در مورد مشکل مدارک نوشتاری، اولا اون دو مرحله است. مشکل اول مدارک نوشتاری ما اینه که ما مدارک نوشتاری به زبانهایی غیر از زبانهایی که بهشون دسترسی راحت میشه داشت رو اصلا در نظر نمیگیریم. یعنی اکثریت روایت ما در مورد فتوحات اسلامی به خصوص در زبان فارسی بر مبنای مدارک عربی، یعنی در واقع تواریخ شناخته شده به زبان عربی و تا حدی تواریخ شناخته شده زبان فارسی که بعضیشون هم ترجمه از زبان عربی هستند رو ما به عنوان مدرک اصلی میگیریم. و جالبی هم هستش که بسیاری از این مدارک رو در واقع از اروپایی‌ها گرفتیم. یعنی
توجهی که ما به تاریخ طبری میکنیم برای مدرک اصلی تاریخ نگاری دوره فتوحاتمون در این دوره، در واقع ریشش به این میاد که در قرن 19 هم آقای دخویه مجموعه تاریخ طبری میکنه و از نولدکه میخواد که اینا رو ترجمه کنه، قسمت ساسانیاش نشون ترجمه کنه به آلمانی، و نولدکه پاش در اون ترجمه مقدار زیادی نوتو زیرنویس اضافه میکنه و میشه اون کتاب معروف نولدکه که بعدها آقای دکتر عباس زریاب خویی اگه اشتباه نکنم به فارسی ترجمه. بله. دوباره هم چاپ شده. تاریخ ایرانیان و عرب ها در زمان ساسانیان. ساسانیان که در واقع پایه‌گذار رشته مطالعات ساسانی اصلا در دوره مدرنه. یعنی این کتاب در واقع کتابی که همه از جمله کریستیانسن و بقیه هم ازش استفاده میکنن و تمام تاریخ نگاری بعدی ما در واقع مثل شنل گوگل که همه چی از زیر شنل گوگل در میاد، در واقع همه تاریخ نگاری ساسانی ما از زیر شنل نولدکه و این کتاب و چند تا کار بعدی نولدکه در اومده. و یعنی حتی توجه ما هم به این مدارک بیشتر به خاطر اروپایی است. ولی حتی وقتی به مدارک خودمون هم توجه میکنیم، تواریخی که داریم، تواریخی که به زبان فارسی نوشته شده بودن، شبیه بلعمی و بقیه، ما اینا رو فقط اینجور مدارک رو به عنوان مدارک اصلی میگیریم. حالا تو این زمینه مشکل اینه که ما مدارک به زبان ارمنی داریم، به زبان گرجی داریم، مقدار زیادی مدارک به زبان سوریانی داریم، البته مدارک به زبان یونانی داریم که حتی به اونها هم درست توجه نمی کنیم. مثلا من نمیدونم چقدر تواریخ یونانی، مثلا تیوفانس اصلا به فارسی ترجمه هیچ وقت نشده، حتی مدل قدیمی که از فرانسه و اینا هم ترجمه میکردن حتی اونجوری هم ترجمه نشده، چه برسه به اینکه بخواد مستقیما از یونانی ترجمه شه. مدارک سوریانی که عرض کردم که حالا سجاد جان خیلی دنبالش هستن و من و سجاد اون یکی از این مدارک رو در اون قالب رویدادنامه خوزستان ترجمه کردیم، خیلی اصلا حتی شناخته شده در ایران نبودن. مدارک یه نکته‌ای میگم در مورد رویدادنامه خوزستان میونه کردم که شاید با مزه باشه. من هر وقت میرم تو کتابفروشی خوزستان میبینم اینو گذاشتن قسمت تاریخ محلی و حالا فقط یه بخش آخر در مورد فتوحات در خوزستان و یه مقاله از آقای رابینسون که خانم نگین میری ترجمه کردن و همه فکر کنن این تاریخ محلیه. بله، برای که نمیخوننش. بله، این متاسفانه من و سجاد سر اسم گذاری این کتاب خیلی مشکلم، یعنی با هم صحبت کردیم و جفتمون موافق بودیم، ولی چون دانشمندان دیگه اسمش رو گذاشتن روی دادنامه خوزستان، ما فکر کردیم ما اگر این اسم رو عوض کنیم خب خیانت در امانت میشه، خصوص که اولین کسی که در واقع ترجمه کرده نولدکه هم نظرش این بوده و خیلی دیگه بعد از اون اینو به خوزستان رب دارن، دقیقاً به خاطر اینکه قسمت آخرش در مورد خوزستان بیشتر، در مورد فتح خوزستان از طرف ابو موسی اشعریه، ولی بیشتر کتاب در واقع از دیدگاه منطقه شمال بین النهرین نوشته شده و واقعا باید بهش گفت رویدادنامه نصیبه این، واقعا در منطقه نصیبه این واقعا داره بیشتر اتفاقات این کتاب میفته و واقعا به هیچ وجه محلی نیست. خلاصه این یکی از مدارک، یعنی غیر از اینکه ما اصلا فقط به مدارک فارسی توجه میکنیم، به این مدارک اصلا توجهی نداریم، چند ترجمه‌ای نداریم. مثلا تاریخ سبوس که چند سال پیش تو ایران دو سری و منو ببخشید که میگم به صورت بسیار بدی ترجمه شد، اینا در واقع ترجمه از انگلیسی آقای هاوارد جانسون و آقای تامسون، یعنی ترجمه آقای تامسون که آقای هاوارد جانسون هم بر موردش نوت نوشته بودن و برشن ترجمه کردن. نزید خب ما تو ایران ارمنستان بغل ایرانه و ما در ایران تعداد زیادی آدم ارمنیدان داریم که میتونستیم با دادن کمیسیون بهشون خواهش کنیم که این کتاب رو از ارمنی ترجمه کنن به فارسی و هیچ وقت این کار رو نکردیم. کتاب های گرجی هستن، سوریانی مقدار زیادی آدم سوریانیدان هستن به عنوان هموطنان آشوریمون که زبان دینیشون زبان در واقع آرامی آشوریه که خیلی نزدیک به سوریانی و امکانش هست که کاملا اینا رو ترجمه کنن، ولی اینا رو ما هیچ وقت حتی بهشون نگاه هم نکردیم. مدارک یونانی رو حتی نگاه هم نکردیم. حالا غیر از این که ما مدارک عجیب و خاصی هم داریم، مثلا یه کتابی هم داریم به زبان اتیوپیایی، به زبان حبشی که اطلاعات خیلی جالبی راجع به این دوره فتوحات به ما میده. یعنی این اصلا کلا یه مقدار است که اصلا ما تعداد زیادی از مدارک رو در نظر نمیگیریم. و من اولین دفعه در ضمن بهتون بگم چون رسیدیم به صحبت‌های
خاطره انگیز. من اولین دفعه که اصلا به این موضوع توجه کردم راستش موقعی بود که 17 18 سالم بود، داشتم یه دونه کتابی میخوندم که خاطرات آقای جمالزاده بود از دوره برلین، سید محمد علی جمالزاده از دوره که در برلین بود، و یه نقل قولی از علامه محمد قزوینی که آقای قزوینی میان میگن که امروز یه مقاله خوندم از یک دانشمند فرانسوی که میگفت اموی ها به اون بدی هم نبودن که مدارک اسلامی میگند، و من برگشتم بهش گفتم که مومن تو که غیر از این مدارک اسلامی مدرک دیگه ای نداری، پس از کجا میتونی بدی و خوبیشون رو بفهمی؟ اگه اونا میگن بده، بده دیگه. و من یه رفعه نگاه کرد، یعنی یه رفعه در ذهن من در همون سن جوانی که بودم یه جرقه زد که یعنی واقعا ما فقط در مورد یه دونه حکومت اموی فقط مدارک اموی داریم، و البته کسی در مورد سواد دانش آقای محمد قزوینی صحبت نمیکنه، منظورم نگاهه. بله مدارک دیگه در مورد اموی ها داریم، مقدار زیادی مدارک سوریانی در موردشون داریم، مدارک یونانی در موردشون داریم، و من نگاه هم دقیقا به این قضیه همین بوده که آقا ما داریم مدارک دیگر، اول بهشون توجه کنیم. حالا غیر از این حتی اون مدارک نوشتاری رو هم شما باید توجه کنید که اکثریت کسانی که به صورت سنتی خوشبختانه امروز در ایران تاریخدانای بسیار خوبی داریم و داریم دانشمندان خیلی خوبی در ایران دارن دقیقا از همین نگاه میکنن همکارانمون در صدای منو دارید آقای رضا خانی؟ بله بله صدای منو دارین؟ یه لحظه قطع شد، رسیدیم میگفتین که تاریخدانای خوبی داریم که نگاه سنتی ندارن امروز در ایران و دارن از همین نگاه آکادمیک و علمی امروزی در واقع نگاه میکنن. دقیقاً، و بعضیشون استادای شما هستن و همکارانمون، خیلی هم خوشحالیم که یه همچین کسانی رو داریم. ولی اگر بریم یه نسل یا دو نسل قبل‌تر و کسانی که ما خیلی هم بهشون احترام می‌ذاریم و اساتید ما هستن، و اینجا انقدر منظور این نیستش که بگیم قبلی ها اشتباه می‌کردن، بلکه نشون بدیم که تاریخ هم مثل همه پویاست. تاریخ هم پویاست، مثل همه بخش‌های علم در حال پیشرفته، و اینی که ما باید احتراممون رو به آدم 200 سال قبل داشته باشیم، ولی همونجور که یه دونه بچه دبیرستانی امروز احتمالا بیشتر از چه میدونم قیاس الدین جمشید کاشانی و بقیه ریاضی بلده، خب ما امروز تاریخ رو بیشتر از قبل بلدیم، و این معنیش نیست که من دارم میگم قبلی ها اشتباه میکردن یا باید اصلا بهشون گوش نداد، فقط نگاه کردن اینه که تاریخ در حال پیشرفته. نسل قبلی ما اکثرا از دیدگاه ادبی به این مدارک نگاه میکردن. شما توجه بکنید یکی از اساتید بزرگ این رشته که کتابشون بسیار هم تأثیر گذاره، آقای دکتر عبدالحسین زردینکوب، دکتراشون در ادبیات فارسیه نه در تاریخ، یعنی نگاهشون بلد. نگاه ادبیه، به خاطر هم مثلا به زبان حساسن، برای اینکه ایشون دارن نگاه میکنن به وجود آمدن شعر فارسی، ادبیات فارسی در قرن نهم، در قرن دهم و یازدهم میلادی، و یعنی مثلا بعضی از این بررسی‌ها داریم، یعنی حتی این کتابا رو از دیدگاه تاریخی نخوندیم، همون مدارک ذهنشون ذهن ادبیه، در واقع یک ادیب داره به تاریخ نگاه نمی‌کنه. به نتیجه اینو من امیدوارم فعلا یه کلا ارائه داده باشم، یه نگاه کلی اجمالی به این که ما مثلا از نظر مدرک شناسی مشکلمون چیه. یعنی ما مدارک رو، مقدار زیادی از مدارک رو در نظر نمیگیریم چون به زبانهایی هستن که بهشون به راحتی دسترسی نداریم، مقدار زیادی از مدارک رو درست نمیخونیم یا نخوندیم حداقل تا اینجا، به خاطر اینکه نگاهمون بهش از دیدگاه تاریخی و روش شناسی تاریخی نبوده، چیزی که سجادم خیلی بهش تکیه میکنه، و بعد بعضی از مدارک دیگه اصلا زیاد در نظر نگرفتیم، باستان شناسی و سکه شناسی رو درست حسابی در نظر نگرفتیم، و این وسط مثلا من انتقاداتی هم میتونم بکنم کلن به طرز خوندن تاریخ در قالب ایران شناسی. مثلا ما بسیار بسیار اصرار داریم به اینکه زبانهای ایرانی میانه رو همه یاد بگیرن، که خیلی خوبه، یاد گرفتن فارسی میانه، یاد گرفتن سغدی، یاد گرفتن بلخی، اینا بسیار لازمه، این چیزهایی هست که منم خودم اول بهشون به رشته خودم به همین طریق وارد شدم، ولی خب ما باید در ضمن در کنار اینها یا حتی بستگی به این داره که میخوایم دقیقا به چه چیزی توجه کنیم، حتی بیشتر از اینها باید زبانهای مثل ارمنی، زبان سوریانی، زبان یونانی رو هم درس بدیم، برای اینکه این مدارک باید در ایران شناخته شده باشن، ترجمه بشن، قابل دسترس باشن،
و برای اینکه دانشجویان ایرانی نسل آینده بتونن کاری بکنن، واقعا ما باید از این گیرودار فقط نگاه کردن به بعضی از مدارک فقط به خاطر اینکه دسترسی راحت به زبانهاشون دارن، تبری راحت در واقع تبری راحت خون، باید از این قضیه بیایم بیرون. خب اینجا تا اینجا طولانی شد و 40 دقیقه وقتمون رو گذاشتیم، ولی به نظر من اگر ما این ساختار رو توضیح نمیدادیم، واقعا حرف جدیدی من برای زدن نمیداشتم، یعنی حرفی که میزدم معنی نمیداد، برای اینکه کاری که من دارم میکنم از یه دیدگاه تاریخ نگاریه، یعنی این نیستش که من دارم تغییر اساسی در استراکچر قبلی که ما داریم دارم میدم، من دارم سعی میکنم یه نگاه جدید رو بیان کنم. حالا بپردازیم به بخشی از این نگاه جدید. وقایعی که باعث پایان حکومت ساسانی میشن اما اکثرا در قالب جنگ معنا میکنه، یعنی تاریخ اگه نگاه کنید به تاریخی که در مدرسه به ما درس میدن در ایران، مثلا ما حالا از هخامنشی و اسکندر اشکانی اینا بگذاریم، میان تاریخ ساسانی رو توضیح میدیم، میرسیم به اواخر دوره ساسانی ها و بعد یه جورایی قطع میکنیم و میریم تاریخ رو از نگاه تاریخ اسلام نگاه. میایم تاریخ اسلام رو توضیح میدیم، میایم بعثت پیغمبر و بالا گرفتن حکومت اسلامی و هجرت و اینا رو توضیح میدیم، میرسیم به دوره خلافت، میرسیم به عمر و میرسیم به فتوحات و بعد شروع میکنیم تاریخ از دیدگاه فتوحات توضیح دادن و در اون فتوحات ذکر قادسیه رو میکنیم، ذکر رستم فرخزاد رو میکنیم، ذکر شکست ها رو میکنیم، بعد فتح تیسفون و بعد فرار یزدگرد به فارس و بعد مثلا 4-5 سالی گذشت و بعد جمع‌آوری قوای به حمایت یزدگرد، جنگ نهاوند، شکست یزدگرد، فرارش به شرق، برخوردنش به ماهویه و اون گروه و مرگش در منطقه مرو و اینو پایان حکومت ساسانی و بعد دوباره سویش میکنیم به نگاه از دیدگاه خلافت اسلامی، حکومت بنی امیه و و و و. یعنی نگاه کلیمون به تاریخ اینه، اولا که یک کاملا طرز تغییر دوربین داریم، اول دوربین داره دریچه ایران نگاه میکنه و یه دفعه دوربین میره دریچه شبه جزیره عربستان، مکه مدینه و به این ور نگاه میکنه. یعنی از نظر نگاه حتی جغرافیایی تاریخی هم یه تغییر کامل زاویه دید داره و توی این زاویه دید به خصوص قسمت اسلامش داره کاملا اولا خارجی دیده میشه و بعد اصلا در قالب این تاریخ این ور گذاشته نمیشه. یعنی یه نفر به طور معمول که نگاه میکنید تصور خیلی خوبی نداره از اینکه موقعی که اسلام داره، موقعی که حضرت محمد داره از مکه میاد به مدینه، چه اتفاقی دقیقا داره در داخل حکومت ساسانی میفته. اصلا این نگاهو نداره. این چیزی نیستش که آدم به طور معمول همزمان نگاه نمیکنه. یعنی یه سری انگار اون اتفاقات با اینکه دارن در یه دوره زمانی میفته ولی دارن در دو قالب مختلف میفته. یعنی تنها ارتباطی که ما میبینیم اینه که اون قضایای معروفی که پیغمبر یه دونه نامه میفرسته به خسرو پرویز و خسرو پرویز نامه رو پاره میکنه و میندازه دور. یعنی تنها ارتباطی که بین این دوتا میبینیم در اون حد. واقعا نمیذاریم که خب یه نفری داره در منطقه مدینه حکومت جدیدی رو پایه‌گذاری میکنه بر مبنای یک دین جدید، یه امپراتوری بزرگی هم اینجا هست و ما بعد این دوتا رو با ارتباط این دوتا رو با هم دیگه چجوری ببینیم. یه امپراتوری دیگه هم هست، بیزانتین هم هستن. صحبتی که راجع به بیزانتین ها میکنیم، حتی وقتی که داریم صحبت میکنیم که پیغمبر در نوجوانی به همراه عموشون از مکه برای تجارت به سوریه میرن، زیاد کاملا متوجه نیستیم که در این منطقه در سوریه داره چه اتفاق میفته. اینکه سوریه دست بیزانتین هاست و ارتباط اقتصادی مثلا در این مرحله چیه، باید به نظر من اولین چیزی که ازش باید اینو بحث کنیم، باید بحث کنیم که این حکومتی که داره میاد، آقای دویا شما رو از دست داده میشنم صدای من؟ شما الان قطع شدید. من صدای شما رو میشنم ولی با تاخیر یه مقدار، یه دقیقه فقط رو، ولی شنیدم که گفتین رسول الله و عموشون برای تجارت در کودکی وارد قلمرو بیزانس شدن، در واقع سوریه و اینها، و گفتین که باید همزمان نگاه کنیم. بعد به اینجا رسید. بعد این رو در واقع اول ازش متوجه بشیم.
بعد باید نگاه کنیم به ساختار شاهنشاهی ساسانی، یعنی در داخل شاهنشاهی ساسانی واقعا داره چی میگذره، چه اتفاقی داره میفته. و مثلا وقتی صحبت اینو میکنیم که ساسانی ها در جنگ های با بیزانس تضعیف شدن، اگر هم حتی اون روایت واقعیت داشته باشه، دقیقا این جنگ های با بیزانسی ها یعنی چه، اینا رو باید اول نگاه بهش بکن. من میخوام در این 10-12 دقیقه آخر یه مرحله از این قضیه رو تعریف کنم، در واقع گذشته رو بگم، بریم اگه میخوایم بعد از 1 ساعت سر سوال و جواب جلسه بعد قسمت دوم رو تعریف میکنم. مشکل هم فقط بعد صحبت شما من یه دقیقه غور بزنم، بعد یه دقیقه چیکار کنیم؟ غور بزنم انتقادی باشه. ببینید قسمت اول قضیه اینه که ساسانی ها از بین سال حدود 605 میلادی تا 628 میلادی در یک سری اردوکشی بسیار دقیق و فکر شده تمام منطقه شرق مدیترانه رو از دست بیزانسی ها در میاره. یعنی در سال 602 امپراتور بیزانس موریس به دست یه نفری به اسم فوکاس کشته میشه. موریس همون امپراتوریه که حدود 10-12 سال قبل به خسرو پرویز کمک کرده که تخت تاجشو از بهرام چوبین پس بگیره. بعد از اینکه موریس کشته میشه، به بهانه اینکه میخواد انتقام بگیره خسرو پرویز از فوکاس، خونخواهی عدی قاسم، خونخواهی موریس، شروع میکنه به حمله. ولی انقدر این حمله ها دقیق طراحی شده که کاملا معلومه مدت زیادی در حال برنامه ریزی موضوع بودن. این چیزی نیستش که یه دفعه اتفاق افتاده باشه و فقط دارن دو تا شهر مرزی رو بگیرن و 4 تا سرباز بیزانسی رو بکشن بگن ما انتقاممون رو گرفتیم. کاملا برنامه ریزی شده. 3 شاخه هست، 3 تا سردار مهم ساسانی که دو تاشون رو ما خیلی راجبشون میشنویم، شاهین و شهربراز و یه نفر دیگه که به طرف ارمنستان میده تو مداری که ارمنی داریم. اینا شروع میکنن از منطقه شمال بین النهرین، از اطراف شهر نصیبین که شهر اصلی مرزی ساسانی ها با بیزانس هستش و ما ازش مدرک داریم و من بعدن در قالب پس زمینه تعریف میخواهم کرد که چرا نصیبین مهمه. شروع میکنن به حمله به شمال شرق به طرف منطقه ارمنستانی که دست بیزانسی ها هست، منطقه آناتولیا ترکیه امروز و منطقه سوریه و خیلی سریع تمام این منطقه رو میگیرند. یعنی میان به دمشق خیلی سریع میرسن و توجه کنید خط سیر از نصیبین به طرف شهر اروها یا اورفای امروز به طرف انطاکیه، بعد میان پایین به طرف حمص و سوریه، از اون طرف ارمنستان رو میگیرن و از طرف مرکز هم تا شهر قیصریه کاپادوکیا که امروز شهر کایسری مرکز ترکیه هست تا این مرحله رو میگیرن. تا حدود 610 این اتفاق داره میفته. یعنی تمام دورانی که فوکاس امپراتور روم بعد از کشتن موریس داره سعی میکنه قدرتش رو به یه جوری پایه‌گذاری کنه، ساسانی ها در حال فتح بیشتر زمین های متعلق به بیزانسیا در منطقه شام، آناتولی و غرب قفقاز هستند. در بعد از 610 فوکاس به دست یک پادشاهی، به دست یکی از فرماندهان بیزانسی به دست هراکلیوس یا هرقل از بین میره، کشته میشه و هراکلیوس خودش رو امپراتور اعلام میکنه. این فتوحات ادامه پیدا میکنه. در مرحله اول این فتوحات انقدر این فتوحات سریع و قوی و حساب شده هستن که هراکلیوس اصلا در نظر داره که کلن پایتختش حتی قسطنطنیه رو هم رها کنه و اصلا بره به شمال آفریقا به منطقه تونس امروز و پایتختش رو در تونس پایگذاری کنیم، از اونجا بخش غربی امپراتوری که شمال آفریقا و بخش از اسپانیا و بخش از جنوب ایتالیا و یونان باشه اصلا از اونجا اداره کنه، برای اینکه نظرش اینه که اصلا در مقابل یه همچین قدرتی نمیشه مقاومت کرد. تا حدود 615 ساسانی ها اومدن منطقه بیت المقدس رو هم گرفتن، از جنوب در مرزهای مصر هستن، در شمال پشت درهای قسطنطنیه. در این مرحله هراکلیوس تصمیم میگیره، حالا به دلایلی که به جزئیاتش باید در قالب دیگری پرداخت،
تصمیم میگیره که نره به شمال آفریقا و بمونه، ولی ساسانی ها پشت دروازه های قسطنطنیه هستن تا مرز مصر هم رفتن. تا 617 مصر رو هم گرفتن. اینو داشته باشید، یعنی نگاه اگه به نقشه میتونستیم نگاه کنیم، تمام خاورمیانه امروز از جمله مصر دست ساسانی هست. زیادی موفق بودن در زیادی موفق. منطقه شرق شبه جزیره عربستان، یعنی جایی که امروز کشورهای کویت و قطر و منطقه که عربستان سعودی در کنار خلیج فارس هست و امارات متحده عربی و عمان و اینا، اصلا کلن چندین قرن هست که در دست ساسانی ها هست، اصلا یکی از استانهای ساسانی هاست اون منطقه. باشگاه داریم ما حتی در اونجا، باستانش خانم دکاردی که به اتریس دکاردی پاسگاه ساسانی رو در عمان کشف کرده. من ببخشید وسط حرف شما میگم. بله، اردوهای ساسانی داریم، شهرهایی داریم که میدونیم ساسانی ها از حاکمان ساسانی درش حکومت میکنن، حتی در مدارک اوایل دوره اسلامی میدونیم که حاکم یکی از اینها که کاملا اسم فارسی داره، به حالا به دلایلی با ارتباطاتی با فاتحان مسلمان داره، یعنی کاملا این منطقه که اصلا دست ساسانی ها هست. در دوران خسرو انوشیروان هم خیلی به طور معروفی، یعنی حدود تقریبا 50-60 سال قبل از این، به طور معروفی وحریز دیلمی رفته و یمن رو هم فتح کرده. یعنی از یه نظری دقت کنید، تمام دور شبه جزیره عربستان و تمام منطقه‌ای که مدینه و مکه میتونن درش وجود دارن، تمام اطرافش رو ساسانی ها گرفتن. یعنی از شمال به طرف سوریه دست ساسانی هاست، از شرق به طرف عمان و امارات متحده عربی و بقیه دست ساسانی هاست، جنوب که یمن باشه دست ساسانی هاست. در سالی که حضرت محمد داره از مکه به مدینه میره، سال هجرت 621، ساسانی ها تمام دور مکه و مدینه رو در اختیار دارن، تمام اون منطقه جزء حکومت ساسانی، و تا 628 در مصر یک نیم نسل و در بقیه منطقه تقریبا یک نسل کامل در زیر حکومت ساسانی زندگی کردن. مدارکش هم، مدارک اولیه هم که ازش داریم که بازم اصلا در ایران احتمالا شناخته شده نیستن، مدارک پهلوی که مثلا از مصر داریم که رو پاپیروس نوشته شده، فابریوس پهلوی مقدار زیادی اطلاعات در این مورد بهمون میدن. پس دقت کنید که هجرت داره در قالب ساسانی ها اتفاق میفته، و مثلا تنها جایی که دست ساسانی ها نیست حبشه است، که دقیقا اولین گروهی که از مکه مهاجرت میکنن و به جایی میرن کسانی هستن که میرن پیش نجاشی پادشاه حبشه. یعنی دنیایی که اسلام داره درش به وجود میاد یه جورایی کاملا دنیای ساسانی، زیر سلطه ساسانی، زیر سلطه ساسانی است. اگه 621 پیغمبر رفتن از مکه به مدینه، 621 یعنی حدود تقریبا 15 ساله که ساسانی ها در منطقه سوریه و مصر در حال جنگیدن و تسخیر هستن. از 615 به بعد، یعنی 6 سال قبل از هجرت، سوریه‌ای که پیغمبر باش کار تجاری انجام میده دست ساسانی ها هستش. این رو باید بسیار بهش دقت داشته باشیم، این موضوع مهمی از دیدگاه کلی بهش نگاه کنیم که دقیقا داریم در مورد چه جغرافیای سیاسی صحبت میکنیم، جغرافیای سیاسی و منطقه، جغرافیای ساسانی. حالا مسئله دومی که هستش اینه که ما نگاهمون به این دستگاه و به این فتوحات اینه که حکومت ساسانی سربازهایی رو میاره و این فتوحات رو انجام میدن، ولی عملا قضیه اینه که باید ببینیم این سربازها کی هستن و دارن از کجا میان، و این برمیگرده به اینکه ما نگاهمون اینه که اعراب از مکه و مدینه میان، در صورتی که ما مدارک بسیار زیادی داریم که کسانی که بعدها یا در همزمان به خودشون عرب میگن، اولا که ما میدونیم که از دوره قدیم، حالا از حتی شاید دوره آشوری هم کسانی بودن در صحرای سوریه که بهشون اطلاق عرب میشده، ولی 100% از 200-300 سال قبل از آمدن اسلام
ما حتی در مدارک ایرانی از جمله در کتیبه پایگلی نرسه ذکر از آدم هایی داریم که پادشاه عرب شناخته میشن و اینها در منطقه جنوب بین النهرین، جنوب عراق امروز، در منطقه جنوب سوریه، در همون منطقه صحرای سوریه که این فتوحات داره از طریقش انجام میشه و این فتوحات سعی داره منطقه رو کنترل کنه. و نه تنها قبایل من عرب، تصویر شما رو از دست دادم های دو. شما صدای منو دارید؟ من صدای شما رو دارم، تصویر من دارین؟ الان اومد، الان تصویر اومد برام. اگر در صدا و تصویر من یا دکتر رضا خانی مشکلی هست لطفا از طریق باکس به ما پیام بدید که من بررسی کنم، ولی الان شما صدای منو دارید درسته؟ من صدای شما رو دارم، فقط یه ذره تصویر خب ادامه بدید. ما بله در منطقه سوریه ما طوایف عرب زبان رو داریم و حکومت های عرب زبان رو داریم و حتی اینا رو میدونیم، برای اینکه مثلا حکومت هیره که ما یک سلسله بزرگ نصری یا لخمی بهش دارن حکومت میکنن و وابستگان آقای ارهابی قد شدیم. شما هم دوباره قد شدیم. الان گفتن عالیه، یکی پرنده داره. بله من تصویر شما رو ندارم ولی مثل شما صدا و تصویر منو دارید. من تصویر شما رو دارم. بله خب میگم این اشکال از اینترنت من. بله شما ادامه بدید. بله رسیدیم به حکومت هیره. بله حکومت هیره، در هیره که شهر هیره در جنوب عراق امروز، در دقیقا تقریبا دقیقا جایی که شهر نجف امروز هستش، ما یه حکومتی داریم که کاملا حکومتیه که داره در یعنی اصلا چادر نشین و طایفه نشین، شهر نشینن، مسیحی شدن در یه مرحله حتی در اواخر دوره ساسانی و چندین نسل که حاکمان هیره در واقع از طرف ساسانی ها دارن به منطقه هیره حکومت میکنن، زبان عربی در اون منطقه وجود داره و اینا اصلا از ساسانی ها اصلا از این طریق سعی در کنترل طوایف عرب منطقه شمال عربستان و منطقه دشت های غرب فرات و صحرای شام دارن. این همین موضوع هم در مورد بیزانتینا وجود داره که قبایل عرب نشین و منطقه از طریق یک حکومتی که معروف به حکومت قسطانی و مرکزیتش در منطقه فلسطین امروز هستش، در واقع به عربهای طایفه های عربهای صحرانشین بازم به منطقه صحرای شام و شمال عربستان دارن حکومت میکنن. یعنی این حکومت های عربی حتی در قالب این شاهنشاهی ها و امپراتوری ها وجود دارن. عرب ها فقط مال مکه و مدینه نیستن، عرب هایی که احتمالاً با زبان های یونانی 100% با زبان های یونانی و فارسی میانه آشنا هستن، دارن به زبان سوریانی حتی می نویسند و می خونند و مقدار زیادی الان ما سنگ نوشته داریم به انواع اقسام مختلف خطای عربی از جمله خط صفائیتیک که خط معروفی هستش، در حال نوشتن کتیبه های کوتاهی هستن که الان هزاران هزار از این کتیبه ها رو یکی از دوستان من که چندین دفعه اسمش رو بردم، آقای احمد الجلاد، در حال بررسیشون هستن. یعنی فرهنگ باید این رو متوجه باشیم که اعراب به این مناطق ناآشنا نیستن، از خارج از این منطقه نیومدن، چون حکومت مکه و مدینه زیر کنترل مستقیم بیزانسیا ساسانیان نیست، معنیش این نیست که تمام اعراب با این دنیا غریبه هستند. ما عرب زبانهایی داریم که کاملا داخل این دنیا هستند، هم با زبانهای منطقه آشنان، هم اصلا بخشی از ساختار سیاسی این مناطق هستند و اصلا کلا میشه گفت حتی تاریخ نگاری این منطقه رو در واقع اینا در یه مرحله دارن انجام میدن و مدارک اصلی برای تاریخ نگارانی مثل طبری داره از قالب دنیای این اعراب به دست ما میرسه. یعنی حتی در سطح حتی در مورد فرهنگ نوشتاری و ادبی هم نمیشه بگیم که فرهنگ نوشتاری و ادبی هم ندارن، برای اینکه غیر از اینکه میدونیم که شاعرانی هستن که شعراشون رو مینویسن و از کعبه آویزونشون میکنن، شعرهای معلقه رو آویزونشون، یعنی داریم، بلکه احتمالاً حتی تاریخ نگاری هم دارن. و اهمیت این گروه در این نیست که بگیم آقا خیلی عرب، منظور من اینجا این نیست که بگم آ ببینید چقدر عربا خوبن، من منظورم اینه که نگاه کنید ببینید که
اینا از خارج از این دنیا نیومدن، در داخل این دنیا وجود دارن. بلنچه بذارید این جلسه مشخصاتشون بذارید این جلسه رو اینجوری پایان بدم که داریم به دنیایی فکر میکنیم که در این ساسانی ها با یک قدرت نظامی بسیار قوی در بین سال 605 تا 628 میلادی تمام منطقه خاورمیانه و شرق مدیترانه رو فتح میکنن، شرق عربستان و جنوب عربستان رو هم دارن و در قالب این امپراتوری عربهایی زندگی میکنن که کاملا با این امپراتوری آشنان. و اینجا پایان بدم که احتمالا بعضی از این عربها هستن که اصلا دارن به عنوان سرباز برای ساسانی ها میجنگن، برای اینکه سربازها رو که کسی نمیره از وسط مملکت لزوما بیاره، نمیره از وسط اصفهان و چه میدونم نیشابور، در واقع دل فلات ایران سربازهایی که دارن، مقدار تعدادی از زیادی از سربازهایی که دارن میان در واقع همین عربهای همه منطقه هستن، در واقع کسانی هستن که دارن در تحت حکومت لخمیا زندگی میکنن و احتمالاً بعضی از همون قسطانی ها هستن که دارن با ساسانی ها همکاری میکنن برای این موضوع. و من این موضوع جزئیاتش رو میذارم برای دفعه بعد، که من دفعه بعد میخوام براتون از ساختار ساسانی ها و یه مقداری به این که اون قضایای اشراف ساسانی رو یه ذره بیشتر بررسی کنیم و ببینیم که ساسانی هایی که دارن میجنگن کیان و بعد ببینیم کسانی که دارن اصلا میجنگن کیان و چه جوری این سیستم در واقع به جای اینکه بشکنه و از هم بپاشه داره مستقیما به دوره اوایل دوره اسلامی ادامه پیدا میکنه و در واقع میتونیم دوره اوایل دوره اسلامی رو کاملا ادامه دهنده حکومت ساسانی بدونیم، بدون اینکه خود ساسانی ها وجود داشته باشن. و این نگاه مرتبط و به هم گسسته رو در جلسه دیگه من سعی میکنم کاملا توضیح بدم. الان تموم میکنم اگه بخوام به سوال جواب بپردازم. بله خیلی ممنونم که کامل توضیح دادید. من فقط چند تا نکته رو بگم. خیلی ممنونم اول از آقای صفایی که گفت آقای دکتر مشکل از سمت منه، در واقع آقای صفایی درست نمیش صدا و تصویر شما رو همه دارن. فقط یه نکته در مورد اون بحث حضور عرب در دنیای ساسانی یا ایران شهر بگم، حتی ما از دوره شاپور دوم خود طبری هم روایت میکنه که شاپور وقتی میجنگه عده عرب میاره، یه عده رو در کرمان میذاره، یه عده رو در نزدیکی اهواز بنی حنظله رو میذاره در رومیله. رومیله امروز در نزدیکی شهر از توابع شهر رامشیده که بازم نزدیک اهواز. بله نه میخواستم یعنی بگم از دور شاپور دوم خود اینا رو باز تو دل حتی از بیرون عرب به اینور هم داریم، انقدر بیگانه نیستن. ولی شما هم به خوبی گفتید اینجوری نیست که اینا از هم خبر نداشته باشن، کاملا همدیگه رو میشناسن، هر دو هم به منطقه آشنان و با هم روابط عمیقی دارن. در مورد منابع سوریانی هم باز شما گفتید، من یه کوتاه حالا میگم، اصلا بعضی واقعا حتی بعضی از مدرسین با اینا آشنایی ندارن. من اولین باری که به یکی گفتم مدارک سوریانی، گفت این مدارک کجا هستن که ما ندیدیم. انقدر بیگانه بود وقتی بهش گفتم رویدادنامه خوزستان، فکر می‌کنم من یه چیز خیلی عجیبی دارم میگم، اصلا وجود خارجی نداره و میگم خیلی باید سعی کنیم این دیدگاه رو تغییر بدیم. حالا من کوتاه می‌کنم، قسمت نظرات رو باز می‌ذارم، دوستان سوالاتشون مستقیم از دکتر رضا خانی بپرسن. خواهش می‌کنم. سلام بفرمایید دوستان. هر ببخشید کسایی که تو باکس پیام دادن لایو حتما سیو بشه، من اگه سیو بشه نکنم خودم شب خوابم نمیبره، دست خودم نیست. و نگران نباشید کلا، آقا اصلا کلا اینستاگرام سیو میکنه. این سوالی که من اینستاگرام یه سال پیش بود، در حالی که دوستان در حال سوال کردن و حالا من البته سوال نمیبینم، بله من یه چیزی راجع به مدارک سوریانی بدم. غیر از این که مدارک سوریانی رو نمیشناسیم، باید توجه کنیم که حتی مدارک سوریانی رو که میشناسیم هم مدارک سوریانی هستن که اکثرا از مناطق ترکیه و سوریه به دست اومدن، یعنی احتمالا مدارک سوریانی شرقی رو ما حتی باشون آشنا هم نیستیم، غیر از اینکه چندان ترجمه نشدن. درچه مدارک سوریانی خیلی جای کار دارن. حالا سوال شده جایگاه اسلامی در مورد سلسله ساسانی کجاست؟ متوجه نمیشم قربان. آقای سینا 6461 منظورتون از جایگاه چیه؟ ببخشید پادشاهی میسان هم تحت نفوذ ساسانی بوده. بله قربان، پادشاهی میسان منطقه دشت میشان باستان، نه این دشت که الان داریم، و در واقع منطقه جنوب عراق امروزه که منطقه بصره میشه، اون که اصلا به طور سنتی از دوران اردشیر جزء حکومت ساسانی بود. بله کاملا.
تنوع مزایا بعد از حمله اعراب چطور بوده؟ اینو بذارید بعداً بهش بپردازیم. ولی ببینید اصلا حالا تاریخ اسلام خودش یک بحث دیگه ایه. ولی 100% یه مسئله اساسی هستش اینه که وقتی که اسلام وارد ایران میشه، پروسه مسلمان شدن مردم چندین قرن طول میکشه. ما تا حتی از تا اواسط دوره عباسی هم مدارکی داریم که مثلا در شهرهای مرکزی ایران مثل شیراز تعداد زرتشتی انقدر زیاد بوده که جشن اصلی شهر جشن زرتشتی بوده و پروسه هیچ وقت کامل نشده، چون حتی امروز هم همه ایرانی ها مسلمان نیستن. امروز هم ما در ایران مسیحی داریم، یهودی داریم، زرتشتی داریم، انواع صابئین مندایی داریم. هیچ وقت همه ایران مسلمان نشده بعد از 1400 سال. و باید ببینید، باید متوجه بشید که پروسه تغییر دین چندین قرن به طول میکشه و حتی اینکه اکثریت مردم مسلمان بشن هم چندین قرن به طول میکشه. بنابراین در بستگی داره در چه دوره‌ای میگی. در 100 سال اولیه من تغییر اساسی احتمالا فکر نمیکنم در زمینه ادیان پیش اومده باشه. ولی در ضمن بتونم بگم که این سوال بسیار سختیه، جوابش رو به همکاران بنده بسیار در مدل‌های مختلف سعی کردم بدم. بهتون میتونم توصیه کنم کتاب آقای فرد دانر به اسم محمد اند بیلیورز رو بخونید، کتاب جدید اسمش الان ببخشید فامیلش شان انتنی رو بخونید. تعداد زیادی کتاب در این زمینه داریم ولی جواب درست حسابی نداره. ولی اکثرا بهتون خواهند گفت که در 150 سال اولیه مسلمان شدن یک پروسه خیلی پیچیده‌ایه و به تعداد مقدار زیادی طول میکشه. سوالای بعدی، لایو بعدی که هست شما باید جواب بدین. ساسانیان با چه دیانتی بیشتر معنوس بودن؟ قربان منظورتون اگه سلسله ساسانی، معمولا سلسله ساسانی رو با زرتشتیه یکی میدونیم، یعنی احتمالاً دینشون زرتشتیه. آیا در این مورد مفهوم شرق و غرب وجود داشته که به جای شرق بزن به جای دیگه غرب؟ آقای روز به فرزان اگر لایف های 5 تا لایف قبلی من رو نگاه کرده باشین، حداقل در قالب دنیای ایرانی به نظرم شرق و غرب داشتیم، یعنی شرق دنیای ایرانی و غرب دنیای ایرانی. اگه منظورتون شرق و غرب امروزه، یعنی شرق خاورمیانه امروز و غرب امروز در اروپا، که طبیعتاً خیر. کاش بس رو بکنید، 3 جلسه بس کامل تمام شد، بعدش یک جلسه پارت. حالا اگر لازم شه فکر کنم آقای دویرهادی خیلی هم ناراحت نباشن که نه آقا، و هر چی بیشتر بهتر. من اصلا مشکل بحث اینقدر مهم و جذابه و دلکش با تمام سختی‌هایی که داره. اگه لازم باشه میکنیم. مکه و مدینه هم تحت حکومت ساسانی بودن. سوال خیلی خوبیه. این سوالو خیلی جواب سعی کردن بدن. یه سری مدارک که عجیبی داریم، یه سری که اکثرشون رو نمیشه راست زیاد بهش تکیه کرد. این که ساسانی‌ها سعی کردن به این منطقه دست اندازی کنن. ولی من فکر می‌کنم یکی از مسائلش اینه که در اون مرحله اصلا این انقدر مهم نیستن که ساسانی‌ها بخوان باشون کاری داشته باشن، یعنی از نظر اقتصادی. چون باید توجه بکنیم که اکثر مهم نیستش که شما کجا رو کنترل می‌کنید، مهم اینه که چقدر اقتصادش رو کنترل می‌کنید. اگه دارین یمن رو در دست دارید و شرق رو در دست دارید و شمال رو در دست دارین، مکه و مدینه دو تا شهر خیلی کوچیکیه که مثلا نشون شهری مثل شهر نجران یا عدن در یمن یا شهرهای سوریه بسیار شهرهای بزرگتره و چیزی که از مکه و مدینه میاد به عنوان مال و تجاره اینقدر ارزش نداره که آدم بخواد این مال و تجاره رو در دست بگیره. بهتر بذارید تجارتش رو بکنه. در مورد این جنبه اقتصادیش هم خانم دکتر پاتریشیا کرونه یه کتاب نوشتن، آقای دکتر فیلیپ سیمون کتاب نوشتن و چندین مقاله و اینای دیگه هستش. راستش من اگر این مقاله‌ای که من جدیدم تو ایران چاپ کردم رو بخونید و بعد یکی دو تا مقاله دیگه هم که رو سایت آکادمیا هست بخونید، خوب بیبلیوگرافی گذاشتم راجبه که این جنبه‌ها رو چه جوری می‌تونیم باهاشون برخورد کنیم و چه جوری می‌تونیم به این قسمت اختصاص. من مقاله رو استوری می‌کنم که دوستان مشخصاتش رو ببینن، قابل دسترس هم هست از آکادمیای دکتر رضا خانی و کانال مباحث ایران شناسی و انجمن علمی تاریخ، به راحتی قابل دانلود در تلگرام. بله. یه آقای دوستی با اسم آقای بابک شیخ بیکلو فرمودن بله بله آقای شیخ بیکلو باستان شناس هست. آقای شیخ بابک خوشبختم قربان. در واقع یک نتیجه واضح بیانات آقای دکتر اینه که عربا در آسان زوهرستان در جاهلیت نبودن. قربان دقیقا خیلی ممنون.
و من فقط اینو بگم که من به این بخشش نمیتونم بپردازم، ولی یه بخش تاریخ نگاری است که اصلا کل جاهلیت، این رو از دوران خیلی قبل هم توضیح دادن آقای، از دوران آقای گولدسیر به بعد راجع به موضوع اصلا، که جاهلیت در واقع یک زائیده تاریخ نگاری اسلامی برای اینکه نشون بده که اسلام یک واقعه مهمیه که عرب را از قعر نادانی و جاهلیت کشیده به مرحله که حالا دارن تمام این حکومت دنیا رو بهش حکومت میکنن. به نتیجه طبیعتا اصلا از نظر تاریخ نگاری زیاد این موضوع محلی از اعراب نداره و همینجور که شما لطف کردین فرمودین، بله منظور من این بوده که دقیقا در دوره‌ای نبودن که ما تصور میکنیم که هیچ خبری از دنیا نداشتن و هر کسی که عرب بوده بقیه دنیا رو نمیشناخته، بلکه تعداد زیادی از عرب‌ها، و من در جلسه بعد در مورد اینکه اصلا کسانی که دارن فتح میکنن کیان، اولین فاتحان اسماشون چه و از کجا میان، و این موضوع خیلی مهمیه که بهش دقت کنیم، اینا از این دنیا کاملا با خبرن، خارج از این دنیا نیستن و 100% در جاهلیت نیستن. از سه فرمانده بزرگ ساسانی یکی از اونها که به ارمنستان حمله برد نامش چی بود؟ شهرورز شاهین، خب معروف بودن، اما اسم اون فرمانده رو خواستم بدونم چی بوده. همونجوری که متوجه شدم من اسمش رو یادم رفته و راستش الان کتابی منم متاسفم الان کتاب میتونم بهتون بگم که بخش اگر اشتباه نکنم 37 38 رویدادنامه سبئوسه که آقای تامسون ترجمه کردن در مورد اون فتوحات میگن. موضوع این که فقط ارمنی ها از اون فرمانده نام میبرن به این دلیل معروف نیست، و اینکه آیا واقعا این خط این نیرو سوم چقدر مهمه مشکله. من الان اسمش رو یادم میاد، ولی سبئوس رو نگاه کنین فکر کنم توی چپتر 37 38 ترجمه تامسون. چرا خسرو دوم تصمیم به چنین حملات گسترده میگیره؟ آقای زیبانژاد دقیقاً منظورم جلسه بعد اینه، یعنی من اول سعی کردم تصویر کلی رو بگم بهتون، بعد من میخوام برم به اینکه گذشته این این حمله ها چیه. به نظر من ریشه های هم این حمله برمیگرده به 100 سال قبل از خسرو و به تغییراتی که قباد جد خسرو اعمال داره میکنه. من در جلسه بعد در این مورد صحبت میکنم. ساسانی ها برای اینکه پایدار بمونن لازم داشتن شام رو کنترل کنن. شام باید تحت حکومت ساسانی میبوده که بتونن، و اصلا از اینکه نمیتونن شام رو کاملا نگه دارن دلیل میشه که قدرتشون در عراق رو هم از دست میدن، در بین النهرین هم از دست میدن. تغییرات اقتصادیه به نظر من بیشترین دلیلش اقتصادیه. متاسفانه ما دلایل اقتصادی رو خیلی کم اهمیت می فکر می‌کنیم، فقط میگه بریم یه جایی رو بگیریم، حالا چی میشه بعداً مشخص. بله دقیقا شما میگی یه جایی رو میگیریم، بعد داشتیم هم چندین دفعه این کارو کردن. خسرو همیشه میره انطاکیه رو میگیره، یه مقدار جمعیت رو میاره به طرف منطقه بین النهرین و بعد ول میکنه میاد، برای که اون لزوم اقتصادی و اون قدرتی که این از نظر اقتصادی کنترل کنیم نداره. بلنچه بهش میپردازم جلسه بعد. آقای روشن زمیر عزیز میگن بعد جدا نبودن عرب و ساسانی نکته مهمی، ولی عرب از بیزانس رو من فکر کنم بیان کردم در مورد این که بله قسطانی ها هم در قالب بیزانس رو من دقیقا توصیه میکنم کتاب آقای گرگ فیشر رو بخونیم به اسم Between Empires که در مورد دقیقا این موضوع، بله اون از زلیخ رومی هم اگه بخوام صحبت کنیم که من خیلی هم بهش علاقه دارم و راستش در دوران دکترا روم موضوع بیشتر کار کردم تا این، ولی یه بحث جداگانه میشه، شاید بعد از 3 جلسه هم بذاریم که اصلا چه اتفاقی میفته، که عملا توجه کنید که بیزانس و روم هم سقوط میکنن، فقط پایتختشون که قسطنطنیه است رو از دست نمیدن و الا مقدار بیشتر زمینهاشون رو در منطقه شام و مصر از دست میدن، ولی توجه کنید دقیقا همون چیزهایی رو از دست میدن که ساسانی ها قبلشون ازش گرفتن. به نتیجه در مورد قسطانی ها میشه بعدا یه جلسه بذاریم در ماهای آینده که آشنا بشن. آیا بحث دو قرن سکوت دکتر زرنیکوب رو تایید میکنه و حجم ضرب فرهنگ حمله مسلمان ها اینقدر بوده؟ واقعا طبیعتا خیر آقای معین گراف، طبیعتا خیر، من با این بحث موافق نیستم. فکر میکنم دکتر زرنیکوب این قضیه رو از دیدگاه ادبی نگاه میکردن، نگاه میکردن، و من فکر میکنم که کلن اون بحث رو باید بندازیم کنار. سجاد عزیز به خوبی گفتن سنباد باگراتوی رو میگفتین آقای دکتر، منم یادم رو الان یادم افتاد اسکات مکدانا مقالش رو نوشته. نه سجاد جان، نه من سنباد باگراتونی رو نمیگم، سنباد باگراتونی اون سردار ارمنیه که
کمک میکنه بجی. نه اون مرحله اولی که داره صحبت میکنه که یه نفری از اون سرداری رو دارم میگم که میگه میره به طرف غرب ارمنستان، اسمش رو میبره توی من یه دقیقه برم سه به اوسو بیارم پیداش میکنم. سنبد باقرتونی که بله سنبد باقرتونی اسپت معروف که میاد و جز اصلا سرداران هست، ولی نه من کسی که دارم میگم یه کسی دیگه هستش. اعراب هیرو و افراد ساکن مکه و مدینه و منطقه شرقی مرکزی ایران مناسبات تجاری شد. قربان نمیدونیم جواب این سوال رو نمیدونیم، خیلی راحت میتونم بهتون بگم که نمیدونیم. به نتیجه من فکر میکنم قاعدتا داشتن ولی هیچ مدرکی براش ندارم. در مورد اقتصاد اون موقع هم کمی توضیح بدید، بذاره جفه بعد ایشالله این کار رو میکنم. دلیل عدم موفقیت یزدی بعد از جنگ نهاوند و گردآوری سپاه چی بوده؟ بازم چیزی که بعد از جلسه آره واقعا دارم فکر میکنم یه سری سوالات ما که جلسه بعد که مطرح نشده دوست داریم ما باید بهش برسیم که آقای دو ارهابی به نظرم میاد که شاید واقعا بعد سه جلسهش کنیم. حالا بعد من شما صحبت حتما شما به نظر شما اربابستان در کدیبه شاپور در کعبه زرتوش کجاست؟ حدود شمال سوریه و غرب عراق یا؟ سوال خوبیه. ببینید اربابستان 100% در شمال بین النهرین. اربابستان حکومت اربابستان منطقه اربابستان بیت اربایه در سوریانی منطقه اطراف شمال بین النهرین. معنیش اما چیه؟ یه نفر راست چند من حالا اینو الان میگم تو رو خدا ندید بگیم خداداد گفته و بعد من فکر میکنم این اربابستان ممکنه به عربها ارتباط پیدا نکنه. من فکر میکنم این ممکنه ربطی به کلمه اربا داشته باشه، هرچند که ما اینو داریم که این در اول بعضی از کلمات سوریانی از اول به آخر تغییر پیدا میکنه. ها یک تحول یعنی دلیل زبانشناسی شما براش سراغ دارید و فکر میکنید که از این دلیل زبانشناسی من این هستش که اربابستان همونجور مثلا مثالی که الان به ذهنم میاد بازم سجاد احتمالا مثال بهتری داره ولی اسم حضرت عیساست که ایشو اینش آخره ولی در عربی ایسا اینش اومده اول یعنی حمزه این شده. من فکر میکنم اربابستان اربعستان ممکنه بوده باشه و منظورش اون چیزی که در آشوری باستان بهش میگن تو آشوری باستان من به فارسی نمیدونم چجوری میگن به انگلیسی که ترجمهش میکنم میگن King of the Four Corners of the World پادشاه چهار گوشه جهان. شاه چهار گوشه جهان بله اینو داریم خب در کتیبه های هخامنشی خود کتیبه گوشت هم این شاه چهار گوشه جهان. آشوری ها در زبان اکدی اینو اربا میگن و من میگم این بت اربا یعنی محل چهار گوشه و این اربعه مثل اربعه عربی در واقع عدد چهار اربعه بله یعنی پادشاه اربعستان پادشاه منطقه‌ای که ار چهار گوشه هستش. حالا من اینو فقط دارم به عنوان تئوری میدم تو رو خدا این از من نقل قول نکن. در تایید میشه به سکه زرشو در دارگی با نیمگاه خسرو پرویز نوشته پهلوی بله قربان مدارک سکه شناسی رو بسیار داریم. اینا بهشون میگن به این سکه ها میگن سکه های عرب ساسانی لزوما رد مفهوم سقوط ولی نیستن فقط معنیشون اینه که سکه زده شده و به استایل همون سکه های قبل از اون بود. مسئله جدا بودن اسلام و مسلمانان اولی از خود جهان عرب اصطلاحا جاهلی بود. بله آقای ترابی زمانی که اولین حملات عرب شروع شد همچنان مصر و آناتولی دست ایران بوده قرارداد صلح قباد با هرکلیس چقدر قباد نه صلح قباد با هرکلیس نه صلح خسرو پرویز منظورتون قباد شیرویی است. قرارداد صلح به نظرم صحت داره. من راجع به این که بازم میرسم بهتون فقط بگم من راجع به این که چه موقعی بیزانتینا تونستن دوباره منطقه مصر و آناتولی و سوریه را از دست ساسانیا بگیرن مشکوکم. اینو تو مقاله هم نوشتم دلسه بعدم یه اشاره بهش خواهم کرد. فره ایزدی و کیانی و پشت خیلی ممنون متشکرم آقای اسمتون رو نمیتونم بخوام آقای شاهابادی خیلی ممنون. در رابطه با نامه فرمودی از جانب پیغمبر فرستاده دکتر دریایی معتقدن که اصلا چنین نامه وجود داره آیا میشه نظری رو فکر کنم نظریه دکتر دریایی نباشه خیلی قبل بودم فکر نمیکنم چه نه منم عقیده دارم که فکر میکنم اکثر کسانی که به این مسئله میپردازن که این فرستادن نامه ها
یک در واقع اختراع تاریخ نگاران بعدی اسلامی، واقعا یه همچین نامه‌ای فرستاده نشدن. آیا منابع پهلوی هم در اوایل اسلام وجود داشته؟ به شکل، به چه شکل؟ اگر هست این نسخه رو به چه شکل؟ منابع پهلوی در مورد سقوط نداریم همزمان، منابعی داریم که بعدها در مورد دوره سقوط صحبت کردن، یعنی در مورد سقوط صحبت کردن، ولی بیشتر در قالب مذهبی. مدارکی که داریم حالا همزمان نیستن ولی نزدیک هستن از نظر زمانی، بیشتر مدارکی هستن که مدارک نوشتاری در قالب تواریخ محلی و چی میگن دادنامه های چه میدونم چیزایی که در مورد به مردم ربط داره، ولی نه مدرکی و مدرکی در مورد فتوحات نداره. دادگاه حقوقی بوده فهمان، مثل چیزایی که در بلخ داشتن اوایل دوره سقوط، نه ولی مدرک پهلوی واقعا نداریم در مورد دوره سقوط، بعدها نوشته شده در قرن‌های نهم و دهم. سوالی که آقای صفایی برام داره اینه که چرا وقتی از برافتادن دودمانی حکومت سیاسی اون چون اون طرف قضیه که برآمدن قوا و نیروی جدید در نظر گرفته میشه، لطفا درباره شکل گیری قدرت اعراب هم بگید. یزدان جان حتما شکل گیری قدرت اعراب هم میگم، ولی همینجوری که گفتم من چون ساسانی شناسم اول سعی دارم این موضوع رو نشون بدم که آقا ساسانی ها سقوطشون معنی از بین رفتن ساختار حکومتیشون نیست، ولی در ضمن این که میگم که ساختار حکومتیشون از بین نمیره، طبیعتا به این رو میرسم که پس چه اتفاقی برای ساختار حکومتیشون میفته. و به نظرم ساختار حکومتی ساسانی ها در اوایل دوره اسلامی همون چیزی که شما بهش میگید شکل گیری قدرت اعراب، یعنی من فکر می‌کنم در قالب مثلا کسانی مثل زیاد ابن ابیهی و عبدالله ابن زیاد، ما در واقع یه نوع چی میگن ریوایوال به فارسی چی میگن بازسازی حکومت اسلامی داریم، بازسازی حکومت ساسانی در قالب اسلامی داریم. ساختار تغییر نمی کنه آقای دکتر، چیزی که شما گفتید و ما هم در مدارک میبینیم و هم قدرت اعراب، نه قدرت عوض، قدرت اعراب روی قدرت ساسانی به نظرم داره پایه‌گذاری. نمونهش رو هم داریم آقای دکتر، حالا نمیخوام مقایسه کنم، فقط یه مدل کوچیک بعد فتح بابل فقط ساختار سیاسی عوض میشه، ساختار اجتماعی سیاسی اقتصادی یکی، یعنی اون نامه‌های اقتصادی و الوایی که پیدا شده اینو نشون میده. دقیقاً کسی نمیره بابل. آره نمیخوام حالا این دو تا رو مقایسه، یه مثال فردا نگن منم مقایسه کردم فتح بابل. اتفاقا مثال بسیار خوبیه، کوروش وقتی میره بابل رو فتح میکنه، بابل مرکز اقتصادی جهان اون موقعشه، در نتیجه کسی نمیره بابل رو فتح کنه و سعی کنه سیستمش رو تغییر بده. پادشاهش تغییر میکنه، کوروشش تغییر میکنه، حاکم محلی کمبوجیه میشه، ولی ساختار همونجوری که مدارک میخی نشونمون میدن تغییری واقعا نمیکنه، غیر از اینکه حاکم عوض شده. آقای پیمان گفتن منابع تاریخ نگاری مثل المغازی تاریخ روسر ملوک و طبقات کبرا رو که نمیدن، چه منابع قابل استناد تاریخی برای اثبات وجود فتوحات اسلامی در ایران از مدارک سوریانی که صحبتش رو بکردم و ارمنی بگیرید تا متوجه میشم من خیلی داریم در مورد این که به هر حال حکومت ساسانی میفته و حکومت اسلامی میاد، متوجه نمیشم منظورتون وجود خود فتوحات، اگه دارید در وجود خود فتوحات شک میکنید که بنده دقیقاً پوینتم همینه که اصلا فتوحاتی نیست، ادامه دو تا جنگ رو نباید بذاریم به اسم فتوحات. آقا اسم فرمانده به ارمنستان چقدر بدی، من یه لحظه به من فرصت بدید من برم پیدا کنم، یعنی که بذارید آش. یه کاری میکنم، این خیلی مهم شده امشب همه هم یادمون رفته متاسفانه، جلسه بعد دارتون پیدا میکنم. همزمان با دیانت زرتشتی میزیستن، متوجه منظورتون نمیشم قربان. سوال بله چه تفاوتی در پهنه بندی جغرافی تاریخی شهرها و ناحیه بندی مناطق و کارنامه تجاری در دو دوره ساسانی؟ واو قربان، این سوالتون 5 تا لایو میخواد، 10 تا لایو میخواد، یعنی اگه میخوام راجب اربان هیستوری و راجب اقتصاد و اینا صحبت کنیم واقعا از حوصله این بحث خارجه. یه مقداریش رو بنده صلاحیت جواب دادن دارم، ولی خب یه مقدار زیادش هم لزوما صلاحیت جواب دادن ندارم، در موردش تا حدی نوشته شده. شاید بهترین چیزی که بتونم بهتون بگم اینه که مقاله از From شهرستان تو مدینه نوشته آقای دکتر هیو کندی رو بخونید، یه مقداری جواب سوال رو میده و از اونجا دنبال کنید. آیا اطلاعاتی از سرانجام نوادگان یزدی در چین موجود است؟
همونایی که احتمالا شما اصلا از در موردشون شنیدید که نوادگان یزد در چین بودن، همون مدارکه. توصیه میکنم نوشته آقای زوغنشتارک جدیدن مقاله در موردش دارم، ولی قبلا آقای دکتر متئو کمپارتی در موردش نوشتن. به نتیجه اونا رو بخونید، مدارکی که هست رو اونا بررسی کردن. وقتی که اولین حمله عرب شروع شد، همچنان مصر و آناتولی، این باز این سوال قبلا جواب دادیم، شهر مکه را ایرانیان ساسانی بنا کردن. نخیر، مشکلات لوجستیکی و کمبود نیروی انسانی تا چه اندازه دارن مشکلات من فکر نمی کنم. ببینید فتوحات خسرو پرویز، بازم این مسئله داره بعد فتوحات خسرو پرویز فروپاشی از هم فرو نپاشیده. بعد از مرگ خسرو پرویز، هنوز 2.5 سه سال بعد از مرگ خسرو پرویز، شهر براز در سوریه و لشکریان ساسانی حضور داره. به نتیجه فتوحات از هم نمیپاشن. دقیقا بحث همینه. خوشحالم که البته حتما هم این از ذهن استادی مثل آقای دکتر مکتوبکاری در میاد، که ایشون در واقع حرف اصلی بنده رو حالا به دلیل به نوع دیگه به این که ایشون هم دقیقا در مورد همین موضوع کار میکنن، صحبت همینه. دقیقا فتوحاتی فروپاشی نیستش. در واقع سوال آقای دکتر مطلوب‌کاری جلسه بعد ما رو جواب داد. درباره جایگان زبان و شعر عرب پیش از اسلام، من تخصصی در زبان و شعر عرب پیش از اسلام ندارم. کتیبه‌های زیادی در عرب اسلام حتی نماز و زکات رو هم با هم ذکر کردن. نماز و زکات ذکر کردنشون ممکنه مشکل باشه. بله آقای شیخ بیگلو، همونجوری که عرض کردم، دوستانی از جمله آقای احمد الجلاد، قبلا آقای کریستیان قربان، الان دوستان دیگه ای مثل همین همکار ما در دانشگاه لایدن آقای مراین فان پوتن، بقیه خیلی در مورد موضوع دارن کار میکنن. بله همینجور که شما، چه منابع مستحصر تاریخی که اثبات کنه اسلام در مورد در ایران توسط هجوم خارجی ظهور پیدا کرده؟ آقای پیمان SH103، بحث بنده اصلا اینه که هجوم خارجی نیست. من اصلا یه مقدار زیادی از امروز رو به این گذروندم که بگم که اصلا خارجی نیست که هجومی کرده باشه. بلکه اگر منظورتون اینه که چه منابعی داریم که هجوم شده، به نظر من غیر از منابع معمول چه میدونم اسلامی، واقعا یه همچین مدرکی رو نداریم به این صورت. بله، ولی جنگ هایی بوده، اتفاقاتی افتاده، ولی دقیقا هدف من اینه که بگم یه همچین هجوم اساسی از داخل ببینیم. در واقع بلکه اگر صحبت بنده رو عنایت فرموده باشین، دقیقا من دارم میگم که این اتفاق نیفتاده. آقای ترابی با اینو دفعه چندم سوال کردم، مثل یک سوال رو تکرار کردم. آقای ترابی، فقط آقای دکتر یاسر ملکزاده چند تا پیام دادن برای همون بحث منابع اینا، و سجاد عزیزم در مورد اشاره به کتیبه ها یک پیامی دادن، تا بین پیام ها گم نشه بخوره، چون پیام نمیدونم بتونیم همه این سوالا رو جواب بدیم. دقیقاً من آره این امشب خیلی زیاد. چند سال بعد از ورود اسلام به ایران، جنبش شیعه در ایران شکل گرفت؟ من این سوال فقط میخونم چون یکی از سوالای محبوبم هستش. جنبش شیعه در ایران شکل نگرفته. بنابراین اول صورت مسئله رو حل کنیم، بعد به جوابش بپردازیم. آیا کتاب شاهتخت ناکام به قلم بانو سر اسلام؟ بذارید این سوال رو جواب ندم. انگار سر کارداریگاه، آره کارداریگان، ولی نه اسمش هم میده. آره کارداریگان که لقبش، ولی اسمش رو هم میگه. در مطالعه تاریخ هم میشه با رویدادهای گفتمانهای نظری مثل فلسفه و جامعه شناسی. قربان، این سوال بسیار خوبیه خانم ملیحه THM، سوال بسیار عالیه. یه لحظه اگر اجازه بدید من یه دقیقه وقت رو بگیرم از واقعا یه دقیقه دو دقیقه راجع به یه چیز بگم. دقیقاً نگاری مدرن اینه که گفتمان‌های نظری مثل فلسفه جامعه شناسی، زبان شناسی، اقتصاد و بقیه رو داخل می‌کنه. تاریخ نگاری در ایران به نظر من تا اینجا با مورخ بودن اشتباه میشه. یعنی ما باید در من همیشه اگه توجه کنید به خودم میگم تاریخ خوانم، نمیگم مورخ. من مورخ رو به نظرم بیشتر به وقایع نگار، کسی که تاریخ می‌نویسه. تاریخ‌دان مدرن دقیقا هر کارش این چیزه که خانم ملیحه فرمودن. تاریخ‌دان مدرن
کارش نگاه کردن به مباحث نظری، مثل حالا مثلا بنده به اقتصاد و تا مقداری جامعه شناسی و البته زبان شناسی به عنوان یکی از نه مثل نظری بلکه به عنوان یکی از ابزار ابزار کار توجه میکنم و تاریخ نگاران مدرن دقیقا کارشون اینه. به نتیجه در دپارتمان های مدرن تاریخ در اروپا و امریکا فلسفه تاریخ بخشی از تاریخه، یعنی کسانی که فلسفه تاریخ کار میکنن در داخل دپارتمان های تاریخ هستن. شما باید فلسفه تاریخ هم بخونید، من فلسفه تاریخ هم دم. کلاس جامعه شناسی و آشنایی با تئوری های جامعه شناسی، آشنایی با تئوری های حتی روانشناسی و و و بخشی از تاریخدانی مدرن هستش. به نتیجه سوال شما دقیقا مسئله مهمی رو مطرح میکنه. تاریخدان مدرن دنبال این نیست که پیدا کنه لزوما فقط چه اتفاقی در چه تاریخی انجام شده. و من فکر میکنم که همینم هست که دوستمون آقای سجاد امیری چندین دفعه تکرار میکنه که آقا مقدار زیادی از این قضیه روش شناسی برخورد با مدرک هاست، یعنی مدرک ها رو فقط به صورت پوزیتیویستیک و نگاه کردن به چه حرفی که میزنن نگاه نمیکنه. تاریخدان مدرن دیگه این کارو نمیکنه. یه تاریخدان مدرنی که بیاد بگه فقط اینو توی مدرک نوشته پس حقیقت داره رو بهش میخندن. به نتیجه لحیه منظر به من حقیقت دقیقا حرف شما صحیحه. میگن کارداریگان در واقع شاهینه. شاید ببینید من اینو فعلا لطفا این قسمت ارمنستان رو بذارید کنار تا من برم مدرکش پیدا کنم. تو ذهن من مدرکم رو پیدا کنم. آیا یزگرد سوم آقای شیرزادی این سوال جواب ندیم خطرناکه. به زبان یونانی سردار ارمنی وارتا مامیکونیان، منظورتون وارتا مامیکونیان؟ نه وارتا مامیکونیان مال این دوره نیست، همونی که سردار ارمنی که همونی که آقای امیری گفتن سامباد باگراتونی. Any opinions on the fact that Severus is cited in Cronus Hegarism as referring to the Arab takeover as just another Jewish revolt? Could it be all speakers of Semitic tongues were identified as one? Well, that is actually in a Farsi جواب بدم یا انگلیسی؟ چون فکر کنم من فکر کنم کسی که نوشته احتمالاً هم فارسی رو می‌دونسته هم انگلیسی، چون معمولاً زبان لای فارسی بوده. هر جور باید Nira DVAR. I'm going to answer this in Persian, but if you don't understand it in Persian, I will you could text me, I mean message me, and I could answer you later in English. کتاب خانم کرونه، هگریزم خانم کرونه رو یه در واقع باید گرفت به عنوان یک تمرینی در تاریخ نگاری. ایشون در میگن اگه ما تمام مدارک اسلامی رو بریزیم دور چجوری میشه به تاریخ اسلام نگاه کرد. در واقع یک تمرینی در تاریخ نگاری اسلامی، لزوما نتایجش این نیست که این اتفاقات واقعا افتاده. خود خانم کرونه قبل از فوتش من چندین دفعه من باشون روابط خوبی داشتم خوشبختانه، چندین دفعه در مورد این موضوع بگم خودشون میگن منظورشون این نبوده که بگن تاریخ اینه، منظورشون میگه که نگاه کنید ببینید اگه بیایم مدارک رو کاملا از یه دیدگاه دیگه ای نگاه کنیم به چه نتیجه میرسیم. دقیقاً شاگردشون بعد خودشون خانم دکترش هم آقای رابرت جی هویلند که اسلام از نگاه دیگران میان منابع و مهدی شادر اینو تو ایران خیلی خوب توضیح داد دو سال گذشته، دوست شما آقای مهدی شادر. منظورش این نیستش که این اتفاق افتاده، منظورش اینه که بیایم یه اگزرسایز تاریخی انجام بدیم و بیایم ببینیم اگر ما این قالبی رو که میدونیم از تاریخ اسلام که از طریق طبری و بقیه به دست آوردیم که اسلام در مکه به وجود اومده بعد پیغمبر رفتن مدینه بعد از این تاریخی رو که هممون باشه، اگه این تاریخ رو نداشته باشیم و فقط بیایم مدارک سوریانی و بقیه رو بخونیم به چه نتیجه میرسیم که نتیجهش چیز شبیه این میشه که شما میگید، ولی لزوما معنیش این نیستش که این واقعی تاریخیه. مکان عربه جایگاه اصولی بود یا نه منطقه دیگر در عربه داریم؟ منطقه در جای دیگه اگه اسمای ساسانی، یعنی ساسانی برای همین مناطق اسمایی به عنوان اسمای جغرافیایی خودشون هم داشتن. سجاد جان، خود جان عالی قربانت، میخواستم ازت خواهش کنم اگه امکانش بر وجود هزاران کتیب عربی که از شمال تا جون به عربستان میشیم توضیح میدیم، فکر کنم در شکستن تصورات قدیمی کمک کنیم. اینو گفتم دوباره هم بگم، در عرض چندین دهه گذشته به خصوص، اول با کار آقای دکتر کریستیان قوبن، قبلش هم انجام شده، واقعا کریستیان قوبن بهترین کسی بوده بود که این کار رو شروع کرد، ما شروع کردیم به نگاه کردن به واقعا هزاران کتیبه عربی که در تمام شبه جزیره عربستان میشه. اینا از
دشتای جنوب سوریه، از صحرای شام تا بیاید به یمن وجود دارن. مقدار زیادی روی تخت سنگ ها، روی سنگ های تراشیده شده، اینا کتیبه هایی به خط های مختلف ولی به زبان عربی موجوده، که چیزا بعضیشون خیلی سادن، فقط یه اسمن و این که من اینجا بودم. بعضیشون ارجاعات جالبی دارن، یه دونه داریم که بسیار حتی بعضیشون یادگاری هن در واقع دکتر که توی صحرا مونده، در واقع یادگانه خیلی کمشون هست که کتیبه رسمی باشه. یکی دو تا کتیبه رسمی هم منطقه سوریه داریم که مثلا بالای یه ساختمونی زده شده که داره نشون میده که کسی که اون ساختمون رو پایه‌گذاری کرده اینو نوشته، ولی خیلیشون فقط سنگ نوشته های یادگاری نوشتن. ولی مثلا یارو نوشته مثلا ارجاع داریم به عمر ابن خطاب در یکی از اینها، که یه نفری داشته از اونجا رد میشده و گفته در سال فلان حکومت عمر خطاب من در اینجا بودم. بلنچه مقدار زیادی مدرک در مورد خط و زبان عربی در اواخر دوره باستان و اول دوره اسلامی داریم، و این کتیبه ها واقعا دارن نگاه ما رو کلن به دوره قبل از اسلام و اول دوره اسلامی تغییر میدن. برای اینکه ما الان برعکس اونی که فکر میکردیم که خب در واقع تنها مدرک اساسی که از دور اوایل دوره اسلامی داشتیم قرآن بوده، و حالا چند نوع اون شعرهایی که به معلقه که به مکه در مکه در یک آویخته میشد آویزون خانه کعبه شده بودن، ولی الان مقدار زیادی مداره که دیگه داریم. و واقعا تصورات قدیمی ما از این بگیرید که همونجوری که تو یکی از دوستان گفتن اینکه اصلا عرب ها بی سواد بودن و نوشتن بلد نبودن و اصلا اون تصورات رو تغییر میده، تا اصلا تصور این که عربا فقط در شبه جزیره عربستان بودن، تا بگیرید به این که اصلا ببینیم که در وارد سیاست و به قول من رو بده به سونای اجتماعی سیاسی اقتصادی منطقه و نشون میده که چقدر بودن. بنابراین واقعا این حرفی که من عرض میکنم که اینی که ما عرب ها رو خارج از این دنیا میبینیم غلطه، واقعا بر مبنای یک همچین کشفیاتی بنا شده. حالا بعد از آقای کریستیان قوبن چندین محقق دیگه داریم که راستش کارشون رو من فقط میخونم، من تخصصی در کارشون ندارم، ولی راحت ترینشون اینه که نوشته های آقای احمد الجلاد رو دنبال کنید که هم کار خود ایشون هستش، هم تعداد زیادی دوستان دیگه‌ای که این کارا رو به صور مختلف انجام میدن در مقاله های ایشون بهشون ارجاع شده. خیلی ممنون سجاد جان که گفتی، مدارک بسیار مهمه. اگر نگاه هگلی به تاریخ داشته باشیم، عرب‌ها و سامی‌ها نهایتا پس از 1200 به انتقام تاریخی از ایرانی‌ها و رومی‌ها و کلا جهان گرفتن. اولا که من نگاه هگلی به تاریخ ندارم، دوما فکر نمی‌کنم تاریخ رو بشه با انتقام تعریف کرد. لایف درباره چیه دقیقاً؟ یکی میگه لطفا. لایف درباره اواخر دوره ساسانی و آمدن اسلام به ایران. اونی که به خط پینگلیش نوشتین رو من نمی‌خونم چون از پینگلیش خوشم نمیاد، سخت. گرایشی وجود دارد که به منابع سوریانی ارمنی بیشتر از منابع عربی توجه می‌شود، به ویژه در موارد اختلاف یا تناقض منابع غیر عربی. عجب دوستان درباره ارتباط ببینید، فکر نمی‌کنم اینو کسی با قصد می‌کنه. موضوع اینه که الان 150 سال فقط داریم به مدارک عربی توجه می‌کنیم، از اون ور اینا رو ببینید که به مدارک به منابع سوریانی ارمنی داره یواش یواش بیشتر منابع یونانی هم توجه میشه. موضوع اینه که خیلی به منابع عربی و یونانی توجه کردیم و الان مدارک سوریانی ارمنی دارن جزئیاتی رو به ما نشون میدن که جای دیگه نمیدیدیم. این توجه اضافی که داره اتفاق میفته بعدا احتمالاً دوباره بالانس میشه، ولی چون کاملا نگاه جدیدی به ما میدن فعلا دوره ای که بعد خود ما اینا بیشتر توجه کنیم. شما میگید که گرایش وجود داره که بهشون بیشتر از منو برنامه توجه میشه، ولی عملا خیر اسمشون شاید زیاد آورده میشه، ولی کلا چند تا مدرک سوریانی داریم به زبان فارسی ترجمه شده. حتی به زبان‌های اروپایی هم تعداد زیادی مدرک مثلا به زبان سوریانی داریم که الان فقط به صورت نسخه تصحیح شده داریم، حالا به آلمانی و فرانسوی و انگلیسی هم ترجمه نشده. بچه خیلی راه دارن که اینا رو هنوز کاملا بفهمیم چی میگن. وارتان مقدس، من این وارتان مقدس متوجه میشم، یعنی کسی رفته نگاه کرده که وارتان در نه من فکر کنم که دارید جنگ آوارای رو قاطی میکنید با این لایو رو ذخیره میکنه آقای صادقی، لایو ذخیره میشه. یاسر جان گفتن مثلا من از تاریخ اسلام کارهای نقد آنچنانی درباره نظر جدید عقب کشتن زمان
فتوحات به زمان پیامبر چه مثبت چه منفی ندیدم. خب یکی از کسانی که این رو نقد کردش جدیدن که همین دوستمون آقای مهدی شاددل، بنابراین بله و خیلی در مورد این موضوع صحبت شده، موضوعی که یه مقدار زیادی تئوری توطئه در بعضی از این چیزها هست، مثلا مقدار زیادی به اون کاری که من نمیخوام حتی اسمش رو ببرم، ولی اون تئوری توطئه‌ای که اصلا کل فتوحات اسلام داره از شهر پترای اردن انجام میشه و اصلا کل مکه و مدینه قراره، نمیدونم به چه دلیلی تئوری توطئه ها بیشتر محبوبیت پیدا میکنن تو تاریخ واقعی و فقط سعی کردن در اینکه تاریخ واقعی رو درست ببینیم به جای اینکه فکر کنیم اونایی که فکر کردیم قبلا خوندیم غلط بوده، پس بنچه اصلا همشو بریزیم دور، بریم یه تئوری توطئه جدید گیر بیاریم. بنچه متاسفانه از این نظر خیلی چیز هستش، ولی عقب کشیدن زمان فتوحات به زمان پیامبر رو من راجبش نظراتی دارم، ولی بذارید اینجا نکیم. مختلف شد علیه میگن آن فرمانده رمیوزان، نه اون رمیوزان همون در واقع شهبرازه. چرا ایرانیان ساسانیان تاریخ خود را ننوشتن؟ وقتی میفرمایید من را به سوری یعنی یونانی و غیر مدرس، یعنی آن مردمان تاریخ خودشان را نوشتن و نگاهی به ساسانیان داشتن، چرا ساسانیان لزومی برای تاریخ نویسی ندیدن؟ آقای نایب‌پور میشه سوالتون اینجوری جواب بدم که لزومن کسی که به زبان سوریانی می نویسه غیر ایرانی نیست؟ لزومن کسی که به زبان ارمنی می نویسه غیر ایرانی نیست؟ یعنی تاریخ سبعوس کاملا یک تاریخ نگاری ایرانیه، فقط به زبان ارمنی. بچه لزومی نمیبینم که تاریخ رو به زبان خودمون بنویسیم. برام اکثریت قریب به اتفاق تواریخ عربی منابعشون ایرانیه، یعنی چه دینوری و طبری رو بخونین، چه مثلا تواریخ محلی مثل حمزه اصفهانی رو بخونین، دارن به مدارک ایرانی ارجاع میدن، به زبان عربی نوشتن. این جواب زبان جواب مختصر من هستش. شیعه از زمان صفویه بودیم، ببخشید من در اصول ما الان توی بین 200 تا 700 میلادی هست دوستان. بله ایده ای هست که میگه اسلام در دوران مرسای شاستانی پرورش تفسیر شاخی از مسیحیت یک تبرد که توسط کلیسای روم مدت مرسه. اون قسمتی که در اسلام در دوران مرسای شاهنشاهی ساسانی پرورده شده رو در واقع من دهم میگم، قسمت شاخه‌ای از مسیحیت یک تا پرست که توسط کلیسای روم مرتد معرفی شدن به نظرم یه ذره کانسپیرسی تیوری. از دوران قبل از اسلام بیشتر مباحث در مورد مسائل نظامی اقتصادی از هخامنشی اشکانی مثلا ساسانی فعالیت فرهنگی ادبی و فلسفه چقدر دایگاه داشته، فقط در راستای مذهب تاریخ بوده یا خیلی فراتر؟ این بحثی نیست که من اینجا بتونم بازش کنم، ولی خب 100% فراتر از مذهب تاریخ بوده. آقای محمد شفیعی خیلی خندیدن از یه چیزایی، گفتم من متوجه نمیشم منظورشون چیه. چرا ساسانیان تاریخ خود را ننوشتن؟ جواب سوال دادیم. متن اول بله. دو تا سوال داشتم، دلیل اینو من نمیتونم واقعا پینگلیش نمیتونم بخونم. دوستان فارسی بنویسید، به خدا فارسی نوشتن خیلی راحت در پینگلیش، متخصصین خطوط میخی باید بخونن. ما به جد میگم ما توی ایران مورخی نیدیم که بدون تنفر و تعصب قلم بزنه، اما مورخ شدن کلا با دید نژاد و تعصب بوده. شاید شما دارید بی خودی اینا رو محکوم میکنید به این موضوع، لزومن هم نبوده، شاید چون به دل کسی خوش نمیاد به نظر تعصب بده. سلام آقای دکتر دریایی. آقای دکتر دریایی سلام یاد. سلام تورک خان دریایی ها شما چه اطلاعاتی از جنگ نینوا در دست چرا هرکلس بکن؟ بله آقای ترابی، سوال این که چرا هرکلس از نینوا برمیگرده به قسطنطنیه در واقع بیس اینه که بنده میگم که اصلا بیزانتینا هیچ وقت بر نگشتن ساسانیا رو شکست بدن و سوریه رو در دست بگیرن، بلکه فقط مسئله اینه که میخوان خسرو پرویز رو بکشن و همینجاست که من دارم راجع به پایان ساسانیا صحبت میکنم، نه سقوط ساسانیا. من دور از این خلقیاتم، لطف دارید. سوال من درباره مشکل دوره‌بندی تاریخی بود که دکتر دریایی هم کلی روش تاکید دارم. بله دوره‌بندی تاریخی بسیار مهمه، فکر کنم دل مشغولی همه ما هم هست، از دوران دکترا اینا هم راجع به صحبت کردیم، اتفاقا همون استاد
من و دکتر دریا آقای دکتر مورانی که ذکرشون چندین دفعه رفت، اصلا سوالی که از من گفتن که من در موردش اولین چیزی که من برای ایشون نوشتم، سوالشون این بودش که به نظرت باید تاریخ ایران رو چجوری دوره بندی کرد. بلنج این سوال دوره بندی بسیار مهمه. چرا اسناد تاریخی به زبان پهلوی به اندازه سوریانی ارمنی وجود داره؟ آیا ممکنه به سنت شفاهی در ایران مگه؟ این سوال خیلی گسترده است، بیا جوابش رو ندیم. بیا فکر نکنیم که چرا وجود نداره، فکر کنیم به چیزی که وجود داره ببینیم میتونیم ازشون چجوری استفاده کنیم. و حالا بپردازیم به اینکه کجا این مدارکی که میتونیم بپردازیم به اینکه تاریخ نگاری ساسانی کجاست، که جوابش اینه که در تاریخ‌های دوره اسلامی به زبان عربی، جوابش اینه. حالا میتونیم حالا چراش رو بیاید صحبتشو نکنیم. دستکان دادم برای تورج دریایی، منابع تاریخ ابن عسیر صحت داره در مورد جنگ جنوا، نامه‌ای که خسرو پرویز اگر سوال خوبیه، سوال خوبیه، بذار دفعه بعد راجع به اون نامه صحبت می‌کنیم. قبور پادشاهان ساسانی ها زرتشتی بودن، زرتشتی ها مرده هاشون رو دفن نمی کنن بلکه در دخمه میذارن که توسط معمولا حیوانات مختلفی مثل لاشخورا کشته میشن و بعد استخوان هاشون رو در جایی قرار میدن. من خبر ندارم که استخوان هاشون که در استخوان ها گذاشته شدن کجا هستن، فکر نمی کنم زیاد بدونیم. آقای دریه تورا جان ساعت چنده؟ نیم ساعت دیگه میبینم برای توضیح میدم. ارتباط ساسانیا با اروپا چه بوده؟ ارتباط منظورتون از اروپا کجاست؟ غرب اروپا هیچ جا. در مورد بقایای موجود در گنبد و احتمال کشته شدن یزدان سوم در اینجا پژوهش جدیدی انجام شده؟ من خبر ندارم. باستانشناسان سوری در این رابطه چه نظری دارند؟ مقداری از نتایجی که من میگیرم بر مبنای تحقیقات باستانشناسی در منطقه سوریه و لبنان و ترکیه و فلسطین بنا شده. متاسفانه شبیه این تحقیقات رو در عراق و ایران به اندازه کافی نداشتیم، ولی دقیقا این ایده ادامه پیدا کردن و وابستگی فرهنگی ساختاری و اجتماعی در سوریه رو خیلی وقته که دانشمندان منطقه غرب و تاریخدانان بیزانس راجع به صحبت میکنن و مقداری از این مدل رو من در واقع دارم از اونجا قرض میگیرم. به نتیجه میتونم بهتون بگم حرفی که دارم میزنم در مورد سوریه قبلا در موردش بحث شده و این نظر رو در اون مورد غرب قبلا داده شده. در مورد کنفدراسیون پارتی پارسی چه؟ آقای شکری جلسه بعد یه ذره راجبش حرف میزنم، ولی به قول فرنگی don't get me into trouble. لقب دادگر برای اردشیر ارتباطی با همدوره بودن اردشیر و یوستینیان؟ اردشیر و یوستینیان همدوره نیستن قربان. و همین، مثل اینکه تمام شد بالاخره. خب بله، خب مشکل از خواهشم، منم خیلی ممنون از شما که بله ان شاء الله جلسه بعد بیشتر صحبت می‌کنیم و به سوالات ممکنه خیلی در جواب اصلا توی توضیحات شما باشه. بله خب خیلی ممنونم. فقط من باید جواب بدم جواب اون فرماندهی که به ارمنستان حمله میکنه که ان شاء الله دفعه بعد اسمش رو گیر میارم و میگم. بعد سوال آخر، نقش مسیحیان شام در اواخر دوران ساسانی بین ایران روم چقدر تنظیم پایگاه روم در شام نقشه؟ اینو یه دونه لایف بذارید با آقای امیری باونپور و ایشون راجع، چون واقعا کار مسیحیان رو ایشون بهتر میدونن و ادبی دوستان متشکرم. به به علمخان صالح، خیلی ممنون علمجان، دست درد نکنه، مرسی. متشکرم از این برنامه و امیدوارم ادامه بدیم، ولی واقعا نظرم میاد که ممکنه مجبوریم سه جلسهش کنیم. هیچ ایرادی نداره، گروه رشت در خدمت شماست. منم از بچهای گروه رشت خیلی متشکرم که زحمت کشیدن در اطلاع رسانی این نشست. خیلی ممنون از شما که وقت گذاشتید آقای دکتر رضا خانی. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. ممنون. خدا.